broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. بله، قد یک باغ گل سرخ سلام، قد یک باغ گل زرد درود. یاران مهرامیستنی، درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه نهم ماه دسامبر سال 2017 میلادی برابر با 18 آذر ماه خورشیدی است. دیگه به پایان سال میلادی چیز زیادی نمونده. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM 670 رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان، کارگردان فنی برنامه، با شما خواهیم بود. این برنامه دیگه خودتون بهتر میدونید که برای علاقمندانش امشب از ساعت 12 نیم شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام هم آرشیو خواهد شد که هر موقع دوست داشتید گوش بدید. شاعر نشاط همدان گفته: ما مردمان خاورمیانه بعضی هایمان در جنگ کشته می شویم، بعضی در زندان، بعضی هایمان در جاده می میریم، بعضی در دریا، حتی بلندترین کوها هم انتقام تنهاییشان را از ما می گیرند. چرا؟ که ما شغلمان مردن است. خب، هفته آتشین یعنی با همراه با آتش برای ما و پر سر و صدا و پر خبری رو پشت سر گذاشتیم. آتش سوزی های شهر لس آنجلس بزرگ، آتش سوزی هایی که در یک زمان 5 منطقه از در واقع شهرستان لس آنجلس داشت در آتش می سوخت. زیان، ضرر، آلودگی هوا، از بین رفتن خانه های متعدد و در واقع بی خانمان شدن بسیاری رو به دنبال داشت، ولی خوشبختانه با کوشش آتش نشان‌ها، مامورین آتش نشانی جان در کف که واقعا یک لحظه از پا ننشستن تا این آتش رو خاموش بکنن در 5 نقطه که هنوز هم آثارش هنوز باقی است، هنوز دارن مرمت میکنند. این خطر اساسی از شهر لس آنجلس برطرف شد، ولی خب عواقبش مونده هنوز. حالا مسئله کسانی که خونهاشون از دست دادن و کسانی که واقعا غافلگیر شدن، و یک بار دیگه برای هممون این سوال پیش اومد که اگر که قرار باشه یه چنین اتفاقی بیفته، پلیس در خونتون رو بزنه و بگه که نیم ساعت وقت داری خونه رو خالی کنی، چی با خودتون برمیدارید میبرید؟ بس کلی هفته گذشته بین ماها بود همگی. ولی خب نتیجهش خوشبختانه اینه که الان یک کمی هوا تمیزتره. البته هنوز از اون شفافیتی که لازمه برخوردار نیستیم. همه ما منتظریم که بارونی اگه بیاد و بباره، شاید که این هوا تمیز بشه و این گرد و خاک ها و دود ها به کنار برن. همزمان با این اخبار داغ آتشین که در منطقه ما بود، در سراسر جهان خبرهای دیگری هم داشتیم، از جمله اعلام اورشلیم به عنوان به رسمیت شناختن اورشلیم از طرف رئیس جمهور آمریکا آقای پرزیدنت ترامپ و همینطور کنگره آمریکا به دنبال او. در دو جبهه مخالفان و موافقان زیادی رو به واکنش واداشت و در واقع خبرها از اینی که این قضیه بسیار حساسی است و در موردش افراد مختلف، کشورهای مختلف، نهادهای مختلف به گونه های متفاوت فکر میکنند، خیلی بارز بود. مثلا شورای امنیت سازمان ملل دیروز جلسه رو تشکیل داد تا در مورد تصمیم آقای پرزیدنت ترامپ بحث بکنند و چند کشور، 8 کشور
مخالفت کردند و کشورهای دیگه هم البته به شدت مخالفت کردند. کشورهای دیگه هم بعضیشون نظریات موافق داشتن، سکوت کردند. بعضی‌ها که نظریات میانه رو داشتند سخنانی گفتند، ولی در هر حال فضا به گونه‌ای است که این اعلام رسمیت اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل بدون واکنش نماند و همچنان یک حالت اضطراری در کشور اسرائیل به وجود آمده، چون رهبر حماس فلسطینی ها رو به قیام در برابر اسرائیل فراخواند و گفتن که ممکنه که انتفاضه از سوم رو به راه بندازن. ولی در هر حال باید دید که به کجا میکشه، آیا این کار و این تصمیم به این که دو طرف قضیه که بیش از بقیه در این زمینه درگیر هستند حاضر میشن سر میز مذاکره بنشینند و کار رو به یک انجام سرانجامی برسانند که هر دو به نسبت مساوی ببرند و ببازند. میدونید در همه موقع که نگوشیت میکنن، موقع که بحث میکنن، چیزی باید بدن، چیزی باید بگیرن و وضعیتی پیش بیاد که ما شاهد این باشیم در اون منطقه یه صلح پایدار و همراه با توازن به وجود بیاد، که خب بسیاری خوشبین هستن، بسیاری خوشبین نیستن. این قضیه یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیستش و همه علاقمندان و کسانی که تحلیلگر هستن، تحلیلگر سیاسی، به این مسئله به عنوان یک مسئله خیلی مهم منطقه‌ای برای خاورمیانه فکر میکنن. بعد میریم به سراغ سفر آقای بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که روز گذشته وارد تهران شد و در این سفر در واقع بسیاری معتقدند که او تلویحاً میخواد در مورد آزادی نازنین زاغری با مقام‌های ایرانی گفتگو بکنه و دیداری هم با آقای ظریف داشت، ولی در این حال مسائل اقتصادی، مسائل معامله کردن با هم دیگه و مسائل دیگری که مسئله هسته‌ای ایران در این گفتگوها در نظر گرفته خواهد شد، ولی در واقع مسئله آزادی خانم نازنین زاغری زیر زمینه است برای این دیدار. در آرژانتین دادگاهی حکم دستگیری رئیس جمهور پیشین کشور را به اتهام لاپوشانی نقش حکومت ایران در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین آمیا صادر کرد و گفتن این اولین گام در جهت رفع مسئولیت پارلمانی خانم کریستینا فرناندز کرشنر هست که باید او رو به محاکمه بگذارن، برای که او هم در این زمینه یه مقدار زیادی حقایق را پوشانده از نظری کسانی که به بررسی و بازرسی این رویداد می پرداختن. مسئله مهم دیگر مسئله پیشرفت های آقای رابرت میلر بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات امریکاست که با صدور اظهارنامه‌ای برای دویچه بانک خواستار دسترسی به حساب های آقای دونالد ترامپ در این مؤسسه بزرگ آلمانی شد. در این حال خواستار حضور پسر بزرگ آقای دونالد ترامپ دان جونیور در برای بازرسی شد و پاسخ دادن به سوالها و همچنین وکلای آقای ترامپ در این زمینه مشغول فعالیت هستند که با آقای رابرت مولر یه مقداری جنگ قدرت داشته باشند. آقای پرزیدنت ترامپ هم در طول هفته گذشته هم به آقای رابرت مولر هم به FBI یه مقداری توییت هایی که فرستاد اعلام در واقع نارضایی کرد از کارشون و گفت که کار خودشون و مسئولیت خودشون رو به درستی انجام نمیدن و در پاسخ توییتی که آقای ترامپ فرستاده بود برای مامورین FBI و نارضایی خودش رو اعلام کرده بود، رئیس پلیس فدرال آمریکا این انتقادها رو در واقع با پاسخی کمی تند جواب داد و گفت هیچ نهادی بهتر از FBI در کشور آمریکا وجود نداره. در
کره شمالی. وزیر خارجه کره شمالی گفتش که رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی نشان میده که آمریکا حمله‌ای رو علیه کره شمالی داره تدارک می‌بینه و در این زمینه بسیار مسئله رو زیر ذره‌بین گذاشتند و مراقب هر گونه تغییراتی در منطقه هستند و در فعالیت‌های آمریکا و کره جنوبی. در کشور روسیه ارتش روسیه اعلام کرد که با شکست دادن داعش مأموریت خود را در سوریه به انجام رسانده و رئیس اداره عملیات صداد کل ارتش روسیه گفت مأموریت نیروهای مسلح فدراسیون روسیه که هدف شکست سازمان تروریستی دولت اسلامی داعش بوده انجام شده. در منطقه دیگر عرض میکنم خدمتتون که در بریم سراغ ایران، چند خبرم از ایران بدم خدمتتون. دیروز 16 آذر روز دانشجو، تجمع‌های دانشجویی در ایران در اعتراض به مواردی مثل برخورد با فعالان دانشجویی، تبعیض‌های جنسیتی و خصوصی سازی آموزش عالی در تعدادی از دانشگاه از جمله صنعتی شریف نیشابور ادامه پیدا کرد و بسیاری از دانشجویان با اعتصاب نشسته مخالفت‌های خودشون رو ابراز کردند و این اعتصاب و این اعتراض‌های دانشجویی با برخوردهای شدیدی مواجه شد که در واقع پوشش خبری زیادی هم در خارج از کشور گرفت. کانون نویسندگان ایران هم اعلام کرد که با انتشار اطلاعیه‌ای منتشر کرد که گفت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم 19 سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای که 19 سال پیش به طرز مرموزی کشته شدند و عضو کانون نویسندگان ایران بودند در جریان قتل‌هایی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، جلوگیری کردن از اونها و گفته شد حتی گلی که بر سر مزار اونها گذاشتند رو پاک کردن و برداشتن از سر مزارشون و نذاشتن که به اون منطقه کسانی برند بر سر مزار این دو تن. شبکه NPR، در واقع شبکه تلویزیونی PBS، اعلام کرد که خانم کریستین امانپور، روزنامه‌نگار و مجری با سابقه شبکه CNN رو به طور موقت جایگزین چارلی روز میکنه. چارلی روز که برای چند دهه برنامه‌های شامگاهی موفقی داشت در این شبکه، به دلیل رفتارهای ناشایست غیر اخلاقی از این شبکه اخراج شد و فعلا خانم امانپور جایگزین او میشه در ساعت مقرر، ولی این از طرف شبکه اعلام شد که موقتی است و به دنبال چهره جدیدی هستند تا به طور دائم کارو به اونها بسپارند. در هفته‌ای که گذشت تیم ملی وزنه‌برداری ایران با 8 وزنه‌بردار راهی مسابقات جهانی شد و در نهایت با 5 مدال طلا، 3 مدال نقره و 6 مدال برنز و 509 امتیاز برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های جهانی شد و برای ایرانیان یک خبر بسیار دلانگیزی بود. نکته ای که خبرش رو به شما میدم ولی خودم در واقع هنوز نمیدونم که این واحد بیت کوین که از طریق اینترنتی ازش استفاده میشه چگونه اصلا میشه استفاده کرد، اعلام کردن که نرخش از مرز 15000 دلار گذشته، در حالی که بهای این ارز مجازی در 48 ساعت منتهی به روز چهارشنبه 2 بار رکورد شکست و از 12000 دلار به 13000 دلار رسید و این یک افزایش بی سابقه قیمت بیت کوین هست که در بازارهای بین المللی از جمله بازار شیکاگو خیلی این ارز پرطرفدار اعلام شده. حالا من بعد در این زمینه اطلاعات بیشتری رو کسب بکنم و بفهمم چیه، چون یه ذره نمیفهمم چیه قضیه، البته اصولا خیلی از نظر اقتصادی وضع من درست نیستش. آقای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت 5 کشور ساحلی دریای خزر بر سر تمام مسائل کلیدی تعیین رژیم حقوقی این دریا با هم به توافق رسیدن بالاخره پس از مدت‌ها. این 5 کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان هستند که کشورهای ساحلی دریای خزر رو به طور مشترک دارن، در ساحل دریای خزر هستند و پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 بارها درباره رژیم حقوقی دریای خزر با هم مذاکره کردن ولی هیچ وقت به این توافقی که الان اعلام شده نرسیدن. بنیاد غیر انتفاعی ADL، Anti-Defamation League، که در واقع
اشاعه رفتارهای انسانی و مبارزه با یهودی ستیزی و مبارزه با هر گونه تهمت و افترا و تنفر را سرمشق خودش داره، در یک برنامه اجرایی خودش در یک برنامه خاصی جایزه نیکوکاری سال 2017 خودش رو به یک زوج ایرانی داد، سارا و جو کیانی، به خاطر کوشش‌های انسان دوستانه و نیکوکارانشون در کشورهای توسعه نیافته جهان. این جایزه رو از آن خودشون کردن که البته شاد باش داره. مجموعه فروشگاه‌های والمارت هم اعلام کرد که پس از 48 سال فعالیت تصمیم داره که نام خودش رو تغییر بده و ساختار خودش رو هم تحولی درش به وجود بیاره و از فوریه سال 2018 با نام تازه و سیستم تازه و به بازار وارد خواهد شد. ببینیم که چه کار میخواد بکنه و چه نامی میخواد برای خودش بگیره. تموم شد وقتم؟ یه دقیقه وقت داریم. خب، پسر علی عبدالله صالح خطاب به حوثی‌های یمن گفت که من انتقام خون پدرم رو میگیرم. بنابر گزارش ها، پسر علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن که پس از تغییر موضع کشته شد، خواهان انتقام گرفتن از شیعیان حوثی شد و دو مرتبه در اون منطقه یه مقداری تشنج رو به وجود آورد. خبری هم که اعلام کردن که پس از 7 سال برای اولین بار تعداد افراد بی خانمان در آمریکا افزایش یافته و این آمارها توسط وزارت کشور و شهرسازی در آمریکا اعلام شده و تعداد افراد بی خانمان در این کشور را به 554 هزار نفر رسونده. خیلی خب، بریم و برگردیم بقیه برنامه را. خیلی دفتر حقوقی GGC به اطلاع هموطنان میرساند که تاکنون بیش از 200 پرونده مهاجرتی در رابطه با ویزاهای اقامتی برای متخصصان و هنرمندان EB1 و EB2 را بدون نیاز به اسپانسر، دعوتنامه شغلی و گواهی کار با موفقیت به پایان برده است. این پرونده ها تنها محدود به هنرمندان و ورزشکاران نمی شود، گرچه بسیاری از موکلین این دفتر موفق به دریافت بزرگترین جوایز ملی و جهانی شامل فستیوال های سینمایی اسکار، کن، نیس، امی، کیش، فجر، رو اصفهان و رشته های دیگری چون اینپکس و رددات و همینطور مسابقات ورزشی آسیایی شدند، اما داشتن جوایز جهانی و کشوری الزامی نیست. ضمناً GGC هیچ مبلغی بابت حق الوکاله تا اتمام پرونده دریافت نمی کند و خود ضمانت مالی پرونده ها را تقبل می کند. برای مشاوره مستقیم با یکی از وکلای دفتر حقوقی GGC با تلفن 310-890-5505 310-890-5505 تماس بگیرید. مردمانی از میان 4 نسل در 80 کشور و 6 قاره جهان از میان هزاران چای تنها یک نام معتبر با بیش از 100 نوع طعم نمونه را برگزیدند. چای احمد. دلچسب و خوشرنگ با عطر و طعمی خاطر انگیز و خاطر ساز. دم کردن چای یک چیز است و همدم شدن با آن چیز دیگری است. اصالت و مرغوبیت انواع چای احمد از جمله چای سنتی ایرانی، چای سبز، چای طبیعی گیاهی و چایهای خوشمزه میوه‌ای راز انتخاب شما و رمز افتخار ماست. چای احمد، نفیس‌ترین چای همیشگی دنیا. Persians Art، آمیزه ای از هنر، خلاقیت و زیبایی، طراحی، نگارگری و کنده‌کاری زیباترین طرح‌ها و نقوش برجسته ایرانی، سنتی و مدرن برای محیط کار و منازل شما. خدمات و نصب شیشه‌های شاور دور، تیبل تاپ، پارتیشن، ریلینگ گلاس، استند گلاس، گلاس دور، میرر و آنتیک میرر. با داستان هنرمند محمود افهمی، دنیایی از هنر و زیبایی را به محیط زندگی خود ارمغان دهید. www.costumeglassdesigner.com costumeglassdesigner.com محمود افهمی 818-921-2370 818-921-2370 عضو 08 ایرانیان. Persians Art. یک شنبه 31 دسامبر جشن بزرگ نیو ایرز ایو برای یونیورسال هیلتون.
Alsef, LA Gypsies, Matin, Sarina, Armin Vigen و کیترینگ کوشر بروخیم رویال با سازمان افرا کد 818-702-6666 و سایت های 08 تکت و کدوم دات کام تماس حاصل فرمایید. Sponsored by افرا پروڈکشن. اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فازلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فازلی سلرز لذت ببرید. من بیژن فازلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا. 1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. بازتاب خبر. خب دوستان، در اولین بخش برنامه‌مون در بازتاب خبرهای مهم هفته گذشته به شمال کالیفرنیا میریم، به استنفورد، خدمت آقای دکتر عباس میلانی، مورخ ایرانشناس و نویسنده ایرانی و ساکن امریکا و استاد دانشگاه استنفورد و یکی از همکاران و سرپرستان پروژه دموکراسی در ایران در مؤسسه هوور هستند و در رشته تاریخ هم تدریس میکنند در این دانشگاه. علت این که من از آقای دکتر عباس میلانی خواهش کردم که در این بخش باشون صحبت بکنیم، اعلام مجله تایم برای شخص سال بود که امسال جنبش اجتماعی زنانی که علیه آزار جنسی افشاگری کردند، یعنی سکوت شکنان، به عنوان برگزیده سال 2017 یا انسان یا شخص 2017 برگزیده شدند و من خودم دوست داشتم که با آقای عباس میلانی در این زمینه صحبت بکنم، مردی که در طول همه سالهایی که ارادت دارم خدمتشون و باهاشون سخنانشون رو گوش دادم، باهاشون صحبت کردم، یکی از برجسته ترین مردانی هستند که به توانایی ها و قدرت های زنان احترام میذارن و همواره هم پشتیبانی و حمایت میکنند و فکر کردم چه کسی بهتر از آقای دکتر عباس میلانی که در مورد این انتخاب مجله تایم و زنان و گروه های سکوت شکن با ما صحبت بکنن. آقای دکتر میلانی، صبح شما بخیر. صبح شما خانم سرشار بخیر و همه شنوندگان عزیزتون، و بسیار متشکرم از این معرفی پرمهرتون. البته خود شما از سکوت شکنان عمده این روزگار هستید و در همه زمینه ها، چه در زمینه سامی ستیزی، چه در زمینه فشارهایی که علیه زنان در جامعه یهودی هست، در جامعه مسلمان هست، در ایران هست، در آمریکا هست، همواره واقعا با شجاعت و با درایت ویژه‌ای صحبت کردید و بنده هم یاد گرفتم و هم تحسین کردم. محبت دارید آقای دکتر. من دلم می‌خواست که شما دیدگاه یک مرد پژوهشگر رو در زمینه این جنبشی که راه افتاده بشنوم. شما در سخنرانی هفته گذشته که در شهر لس‌آنجلس داشتید در مورد جنبش حقوق بشر و یا مسائل و معضلات حقوق بشر در ایران اشاره کردید به خانم روزا پارکس که به عنوان یک شهروند برای حق گرفتن حق خودش که ضایع میشد حقوق انسانیش، شخصا و یک نفره به پا خواست. الان این جنبش زنان امریکایی رو که با هشتگ میتو ناگهان فراگیر شد، با حرکت یکی دو زن شروع شد، اون رو چگونه میبینید آقای دکتر میلانی؟ من فکر میکنم یک مرحله تازه است در پایان دادن به یک واقعا دورانی که خیلی هم متاسفانه به درازا کشیده، دورانی که مردها فکر میکردن با زنان زیر دست خودشون، با کسانی که براشون کار میکنن، با کسانی که بهشون برای کار نیاز دارن، میتونن هر نوع رفتاری بکنن، میتونن ازشون استفاده جنسی بکنن، خشونت کلامی بکنن و به لحاظ بافت قدرت و به لحاظ ناشنوایی نظام حقوقی و به لحاظ ناشنوایی نظام اداری کاری از دست این زنان بر نمی آمده. الان تصمیم گرفتن که دیگه بس، بیش از این تحمل نمیتونن بکنن
و به گمان من فصل بسیار مبارکی است، برای اینکه قرن‌ها شاید این رابطه نامساوی به زیان زنان ادامه داشته و با جرأت این ادهی و از چند وقتی این ماجرا شروع شده. الان همونطور که شما فرمودید یک شتاب و یک توان وسیع پیدا کرده، ولی الان مدت هاست که زنانی جرأت میکنن و میان و خطر میکنن، برای اینکه همونطور که عرض کردم نظام قدرت هنوز از مردا دفاع میکنه، هنوز این زنها مورد حمله قرار میده، هنوز حرفاشون رو کمتر از مردها باور میکنه. در ایالت آلاباما نگاه بکنید، الان حداقل 6 تا 7 تا خانوم هستن که آمدن و میگن که این آقای مور وقتی که دخترشون 17 ساله بودن بهشون نظر سو داشته و به اکثریتی از ایالت آلاباما حرف این مردک رو بر حرف این زنها ترجیح میدن. این مسئله قضایی در کشور آمریکا آقای دکتر میلانی، یکی از مواردی هم هست که زنان رو دچار ترس میکنه، به دلیل اینکه بارها از بسیاری از اینا شنیده شده که کار ما اگه به دادگاه بکشه بسیاری سوالاتی که وکیل طرف میکنه یا دادستان میکنه یا قاضی میکنه از ما یه جوری است که انسان رو واقعا دچار این لرزش و این تشنج میکنه که چجوری باید این داستان رو تعریف کنه، چیزی که هرگز هم دلش نمیخواد بیاد بیاوره. یعنی قوانین رسیدگی به این مسائل هم یکم مهربان نیست با زنان. آیا به نظر شما میرسه که تغییراتی هم در این سیستم داده خواهد شد در رویه‌های قضایی در به دنبال این جنبشی که الان پیش اومده آقای دکتر میلانی؟ اولا تغییرات ایجاد شده، در بعضی دادگاه اجازه نمیدن وکلا اون شیوه های قدیم رو اجرا بکنن، شیوه هایی که مثلا بیان نوع لباس یک زن رو دلیل موجه بودن حمله مردان وحشی بهش بکنن که نه مثلا این لباسش چاک داشته پس این مرده ابله حق داشته که هر غلطی میخواد بهش بکنه. که میدونید عکس این رو ما در ایران میبینیم، یعنی اینجا گاهی وکلا از این حرفای زشت میزنن، در ایران سیاست رسمی دولت این است که مردان مگر اینکه مبادا مردان تحریک بشن زنها باید خودشون رو بپوشن، باید پاشنه بلند نپوشن، باید در خیابون خنده نکنن. خب ما دیگه اگر تو اینقدر تحریک پذیری تو برو خونه، چرا زنها باید بشن خونه، چرا اونها باید دمتون گرم. و یه نکته دیگه که باز در ارتباط با این جنبش به نظر من میرسه اینی که شما با توجه به تاریخچه این چنین جنبش هایی این حرکت و این جنبش رو جزو چه نوع کدوم دسته میذارید؟ این یک مقاومت مدنی است، یک حق طلبیه، یک مبارزه است، یک حقوق شهروندیه که دارن ازش دفاع میکنن که بعد وسعت پیدا کرده؟ چگونه به این نگاه میکنین از این بابت؟ تو کدوم دسته قرارش میدهی دکتر میلانی؟ من فکر میکنم همونطوری که اون شبی که در خدمتتون بودم عرض کردم، من فکر میکنم حرکتی که در ایران زنا دارن میکنن اون بکردن در این 30 سال واقعا یک مقاومت مدنیه در سطح تاریخی کم نظیره. من واقعا مقایسهش کردم با حرکت سیاه ها در آمریکا، ما اونو به عنوان مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی میبینیم، ولی اینکه زنها به طور روزمره نافرمانی مدنی میکنن در مقابل رژیم، اون رو به دلیلی هیچ که به رسمیت نمیشنسه یا چندان به رسمیت نمیشنسه. این به گمان من این جنبشی که الان اینجا آمده دقیقا همونطوری که میگید احقاق حقوق برابره. یعنی تلاش در اثبات این است که یک زن در محل کار در روابط انسانی همون حق داره که مردا دارن و مردا حق ندارن از قدرتشون، از برتری مقامشون، پولشون، زورشون استفاده بکنن. و وقتی زن میگه نه یعنی نه، یعنی تو دیگه حق هیچ نوع حرکت بعدی نداری و اگر داشته باشی
این مزخرفی که خیلی از مردم میگن تو زبان فارسی میگن، تو انگلیسی میگن که نه زن یعنی آره. این دفعه زن ها دارن میگن نه زن یعنی نه، و اگر نه رو بشنوی و حرکت بعدی بکنی دادگاه اون وقت ممکنه باید حرفی داشته باشه. و امیدوارم این حرف واقعا بیشتر از لحاظ قانونی همونطور که شما گفتید شنوایی پیدا بکنه، چون بعضی از دادگاه ها گوش شنوا ندارن و همسو با این حرکت نیستن. و امیدوارم در این قضیه در ایران اگر مثلا پا بگیره، من فکر میکنم چه ماجراهایی خواهد شد. من میبینم در حتی فضاهای مجازی در ایران بعضی از خانم‌های واقعا پرشجاعت دارن مطالبی مطرح میکنن در مورد این نوع رفتار آدم‌ها، مردها، و این که باید جلوش وایساد. یعنی من بعید نمیدونم به ایران هم این بکشه. کشیده کشیده و همون هشتگ من هم در ایران هم رایج شده، ولی خب البته با تمام مشکلاتی که مقاومتی که دولت در مقابلشون میکنه، ولی واقعا همونطور که شما گفتید شجاعانه دارن این حرکت و این جنبش رو در ایران هم جون بهش میدن. آقای دکتر میلانی، بله 100% واقعا دیگه به نظر من خیلی حرکت عظیمی است و یک تغییر به گمان من تغییر مهمی ایجاد میکنه. شما مثلا در دانشگاه ها واقعا همین دخترای دانشجوی شجاعی که از مثلا 15-20 سال پیش شروع کردن اعتراض کردن، واقعا فضای دانشگاه ها رو به طور مثبت عوض کرده. در دانشگاه ها 20 سال پیش خیلی از استادا فکر میکردن که دستشون کاملا بازه با دخترهای دانشجو هر نوع رفتاری بکنن. الان کاملا میدونن که دست از پا خطا بکنن کارشون بیخ پیدا میکنه و دخترها میدونن که حق مساوی دارن. مرزها کشیده شده در واقع. مرزها کاملا کشیده شده، هم مرزها کشیده شده و هم دو طرف مرز، هر دو کسانی که در هر دو طرف هستن واقفند، هم به حقوقشون نزد یک طرف مرز و هم به تکالیفشون کسانی که در اون طرف مرز هستن. و این که تخطی مجازات داره. دکتر میلانی، یک نکته‌ای که بعضی اعتراض میکنن بهش، یعنی در همین بالاخره هر اتفاقی هر جنبشی که بیاد یه دیم مخالف و موافق داره، بسیارانی رو میشنوم که میگن که این زنانی که اومدن جلو و از مردان صاحب قدرت، حالا چه در هالیوود، چه در کنگره، چه در پست‌های اقتصادی خیلی مهم و اینها دارن شکایت میکنن، اینها فرصت طلبانی هستن که میخوان به آب و نونی برسن در این قضیه. شما چطور میبینید این مخالفتی که در واقع واقعیت که نداره، ولی خب ممکنه در بینشون هم یه تعدادی باشن، چرا این رو بعضی ها میخوان دامن بزنن که این زنان فرصت طلب هستن و از این فرصت ها دارن استفاده میکنن، یا سیاسیش هم میکنن بعضی موقع؟ میکنم که حتما در یه جریان وسیعی وقتی راه میفته حتما ممکنه یکی دو فرصت طلب هم باشن. من اصلا این رو اصلا بعید نمیدونم که یه نفری فرصت طلب بوده باشه، یه نفری حتی مثلا با یه نفری در گذشته یه رابطه همدلانه داشته باشه، حالا فکر کنه که میتونه ازش استفاده مالی بکنه، این امکان وجود داره. ولی این یه فرع، یک اصله، اصل ماجرا که زشته و شنیعه و باید تموم بشه اینه که مردها و ندرتا زنها، اکثرش متأ مردها هستن. در هالیوود حتی در مورد اینکه زنها میتونن تجاوز جنسی به حق مردا بکنن فیلم درست کردن دیگه. دمی مور رئیسشونه از میخواد مایکل داگلاس بهش نظر چیز داره، غیر خواهرانه داره و اون نمیخواد، اون زن داره، زنش رو دوست داره. ولی کل ماجرا به گمان من یه اصل خیلی وسیعی است که عمدتا مردا از قدرت خودشون استفاده کردن و این کارهای زشت رو کردن. اگر یه نفر اومده به شما گفته که اگر میخوایی در فیلم من بازی کنی حتما باید با من بخوابی، شما اگر باش خوابیدید ضعف نشون دادید، ولی او که این
خواهش از شما کرده هم کار خلاف انسان کرده، هم کار خلاف قانون کرده، هم اون شخص رو تأخیر کرده. نمیتونی الان بگی که من اون وقت که به زور گفتم تو ضعیف بودی، چرا حالا اعتراض میکنی؟ اون وقت میترسیده، کارش رو ازش میگرفتین. آقای واینستین که وکیل میگرفته، کارگاه استخدام میکرده، روزنامه نگار پول میداده که علیه این زنایی که میخواستن علیهش حرف بزنن بنویسن، یه دفعه خل سلاح شد. همه کسانی که، یا خیلی از کسانی که تهمه شده بودن، این جرأت رو پیدا کردن که بیان این حرف رو بزنن. اگر در ایران یه چنین جریان وسیع را بیفته، مردا دیگه احساس نکنن که میتونن هر شافی به زنا بکنن، نتونن خشونت بکنن، خشونت لفظی بکنن، خشونت بدنی بکنن، اصلا یه تحول اساسی پیدا خواهد شد. البته خوشبختانه در ایران این حرکت به طور آهسته به گمان من انجام شده، یعنی وضع زنان ایران امروز قابل قیاس با مثلا 20 سال پیش نیست، و به رغم رژیم تمام تلاشش رو کرده، زنان برای حق خودشون، حق برابر خودشون مبارزه دلیرانه کردن. درسته. بسیار اطلاعاتی که به ما دادید در این زمینه و نظریاتتون قابل احترام آقای دکتر میلانی. آخرین نکته که فقط فکر کنم یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، می‌خواستم ازتون بپرسم اینی که عکس العمل شما در مورد کسانی که به خصوص، البته این تو فرهنگ ایرانی زیاد است، تو فرهنگ ما حتی این مسئله به این مهمی رو با جوک و هزل و لغاتی از این شبیه، جملاتی از این قبیل برخورد باش میکنن که حالا من خانم با دیگه با شما دست نمیدم، اگه دست بدم حالا فردا میره شکایت میکنی من اینجا. یعنی واقعا باید این قضیه رو به شوخی گرفت و جوک کرد، مخصوصا اگر که میکروفونی یا بلندگویی در دست آدم باشه، تو رادیو باشه، تو تلویزیون باشه، خبرنگار باشه، روزنامه‌نگار باشه، اجازه این کارا رو بده. من که فکر میکنم، من فهم کنم جوک کردن در مورد این مسائل اولا معمولا نشانه از گناه دیگه. فروید معمولا میگه که در هیچ جوکی جد فاقد نیست. وقتی در مورد قضیه جوک میکنن، وقتی میگن اگر من دست بدم شاید بعدا فکر کنی که نظر سو داشتم، اگر فروید بود میگفت حتما داری، میگفت حتما داری، وگرنه چنین فکری به نظرت نمیرسید. یعنی اگر آخوند که میگه وقتی شما دمپایی میپوشید من تحریک میشم، اون در ذهنش هست که یه دفعه هم تحریک شده دیگه، وگرنه از خود ساخته ای که نیست. و میخواد اینا که این جوکا رو میگن مواظب باشن که حمله به واقعیت میشه. سپاسگزارم از شما دکتر عباس میلانی، از اینکه همیشه با محبت دعوت من قبول میکنید. همیشه برای من باعث افتخار در خدمت شما بودم. ممنون و سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. توجه کنید، یک سرمایه گذاری مطمئن و سودآور، شرکت شایان آتو فایننسینگ سرمایه گذار میپذیرد از مبلغ $10,000 تا $100,000 با 2 برابر تضمین اصل سرمایه. قابل ذکر است که سود این سرمایه گذاری تا 24% سالیانه خواهد بود که به صورت ماهیانه پرداخت میشود. 818-818-2360 818-818-2360. این یک فرصت ایدئال برای درآمدزایی تا 24% سود سالیانه مطمئن و کاملا قانونی است. همین الان با شرکت شایان آتو فایننسینگ تماس بگیرید. 818-818-2360 818-818-2360. کمتر فرصتی پیش می آید که یک سرمایه گذار قادر باشد بین 10 تا $100,000 سرمایه گذاری کند که بتواند سود سالیانه تا 24% حاصل کند و بابت اصل سرمایه خود تا 2 برابر تضمین داشته باشد، آن هم کاملا قانونی و مطمئن. 818-818-2360 818-818-2360. ما شما را با ایجاد سابقه کردیتی در بانک‌ها و افزایش کردیت سکورتان همراهی می‌کنیم. با اورنایت کردیت یک شبه راحت 100 ساله روید. اورنایت کردیت 1-800-557-6990 1-800-557-6990.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. همین شنبه از ساعت 11 تا 11:30 بامداد دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتور و متخصص در کاهش وزن با شما گفتگو خواهند کرد. به گفتگوی دکتر هدیه جعفرودی درباره بهترین روش‌های کاهش وزن توجه فرمایید. نمایندگی آلن هاندای در اورنج کاونتی لاگونا لیگل با مدیریت آقای کیان مفتخر است خدمات بی‌نظیر خود را جهت فروش و لیز اتومبیل‌های هاندای به استحضار شما ایرانیان عزیز برساند. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته‌ایم. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. جهت اطلاع، اتومبیل آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23,310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه و علاوه پرداخت 3995 دلار توسط شما که کارخانه نیز 1750 دلار برای لیز می‌پردازد و شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. بدون پرداخت سکیوریتی دیپوزیت و پرداخت 20 سنت اضافه به ازای هر مایل بیشتر از 30,000 مایل. تماس با ما 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com. حالا شده رودتون از خنده بپیچه دور لوزل میدتون یا فکتون به شعای یک متر باز بشه این کروکودیل؟ نشده نمایش بالکن ببین میشه مردم از خنده واقعا لوزل میدم چسبید به رودم. نگفتم فرصت زیادی نداری، بالکن بعد از 17 بار سولدات فقط دوباره دیگه، یک بار همین شنبه 9 دسامبر سانتا مونیکا واسه لس آنجلسیه، یک بار همین یک شنبه 10 دسامبر هتل هیلتون فرودگاه ایروین برای اورنج کانتیه. این شماره را به خاطر نسپارید، فقط بنویسید 818-918-1332 برای اطلاعات بیشتر از هم دیگه بپرسید یا 5050 عضو سفرش دیم بچه خود رشتیم. اسپانسر نمایش مانی حاتمی آرش زاد. این نمایش نه تونلی بحاله با تلسو خندناکه. بس همین شنبه سانتا مونیکا، همین یک شنبه اورنج کانتی 818-918-1332. فقط زنگ زدی نفوت. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودی. آقای فریبرز داوودیان نازنین گل، صبح شما بخیر. چه القاب قشنگی، من خوشم اومد نازنین و گل. فقط خوشت اومد، باورتون نشد؟ نه بابا، من که شما میدونید چه آدم خاکی هستم. با این همه که از خودم ممنونم، خیلی هم واقعا متواضع هستم. هر دوتاش با هم توی کاسه نمیگنجه، نمیره، تضاد داره. حالتون خوبه؟ من خوبم خدا شکر. تو رو خدا اینو بکنید 3 شات اسپرسو، برای اینکه من واقعا رفتم روی، یعنی 2 شات هم گذشت و دیگه شده 3 شات. این قهوه ما رو دامنگیر شده، خیلی بدجور شده. در سال 2018 تغییراتی میدیم که ممکنه دیگه توش اصلا شات اسپرسو نباشه، شما رو مجبور مثلا با بوق و کرنا بیدار کنیم. بله جدیدم نمیدونم، هنوز شنوندگان نه، هنوز اعلام رسمی نکردیم، ولی دیگه یواش یواش میخوایم بگیم در سال 2018 برنامه های جدید داریم. یک شات یه چیزای آرام کننده میزنیم که بتونیم ریلکس درداره. خانم سرشار، این آتش رو شما چگونه باهاش ساختین؟ به شما نیومد؟ نه به من دودش و بوش اومد. من شب خوابیده بودم ساعت 4:30، چون ما با پنجره باز میخوابیم. اول فکر کردم آقای سرشار دارن سیگار بر میکشن توی ایوون. نه اول فکر کردم واقعا تو خونه خودمون یه چیز مثلا گاز چیزی رو روشن گذاشتم، یه چیز سوخته اون بود. بلند شدم خونه رو گشتم، بعد هی رفتم این ور رفتم اون ور، دیدم نه از پنجره اتاق خواب داره بو میاد. نگاه کردم گفتم نکنه که از همسایگان یه تو ساختمون ما طبقه پایینی طبقه این وری اون وری دنش آتیشش داره. آره بعد دیدم نه هیچ چیزی نیست، منتها سر و صدای آمبولانس و آژیرا و اینا. خلاصه ما رو وادار کرد که ساعت همون 4:30 صبح تلویزیون روشن کنید. ای بابا چه آتیشی، در پنجره رو میگن ببندید فوری. ما هم پنجره رو بسیم موندیم تو خونه،
میخکوب جلوی تلویزیون، ولی شما که بغل آتیش بودید که. بله، ما که دیگه در دو قدمی آتیش بودیم، یعنی من رفته بودم روی پشت بوم خونه و شیلنگ و هی سعی کنم آب بریزم اون ور فریوی 405. آتیش تا دم اون ور 405 بود، ما این ور 405 بودیم و مدرسه ها بسته شده بود. حالا این توفیق اجباری شد برای من که سه روز با پسرم زندگی شیرینی بکنم. سر کار نرفتم، خانومم مسافرته. خب و یادتونه ایران برف می اومد، ما خونه موندیم، چقدر خوشحال می شدی. دستانم از نرفتن به مدرسه خوشحال شد یا بابای دستان خوشحال شد؟ بله بله، به خدا من بیشتر شد. او که ناراحت میشه مدرسه نره، چون اینا الان در اون سن نگن که عشق و حال میکنه تو مدرسه کودک. انقدر خلاصه ما جای شما خالی، میخوام بگم که حتی یک دیزاستری مثل این آتیش‌سوزی بغل گوش ما فرصتی میشه که آدم یکم به زندگیش دوباره یه جور دیگه نگاه کنه، قدر سلامتی دستش بیاد، قدر این که خونه خودتون نسوخته هنوز چقدر مهم میشه براتون، که این کلبه محقری که ما در زندگی بودیم اقلا هنوز سرپاس و داریم توش راه میریم، آشپزخونه داریم، دستشویی داریم، حموم داریم. خلاصه یه سه روزی ما با فرزندمون وقت صرف کردیم، مثل شما اخبار دیدیم و دود خوردیم و تمام با ایوون ما بود، حتی توری های پنجره ها سیاه شدن، یعنی باید یکی بیا تمیز کنه. که خلاصه شما به تو گزاره، یعنی اومدن بتونم خبر بدن که باید خونه رو تخلیه کنید؟ نه، به ما دو جور خبر خیلی مهم رسید که اتفاقا سوژه امروزه. خب یکی که خب من در منطقه هم که بهش میگن رد فلگ ده، یعنی خیابونا رو باید ما کلیر بذاریم چون کوچه های باریک داریم که مثلا آتش نشانی رد بشه، ما اینو میدونستیم که رد فلگه. بعد ما در کوهستان ها هستیم که به راحتی میتونیم آتیش بگیریم هممون. خب بعد این خبری که به ما دادن بود که چمدوناتون رو ببندین آماده باشین، ردی ست گو هستین. آها. شما که بنده نمیدونم چی شد که اون روز هیچ احساس خطری نمی کردم. من مثل اون آقای بودم که بالای پشت و خونش وایستده بود، همه اومدن مردن با قایقا. خلاصه من ریلکس بودم و شوکم خونه تمیز کردن، کارهایی که مرد خونه همیشه میره سر کار نمیرسه بکنه. تمام کمدمو ریختم بیرون، ده لاد لاندری کردم، هر جا رو تمیز کردم. آره حس کردم. سه روزه که میرم توی کمد همه چیز درست چیده شده سر جاشو، خیلی شیک و تمیز عالیه. لباسای زمستونی رو شستیم و تا کردیم و اتو کردیم و فلان اینا. حالا این یه خبر از آتش نشانی بود که شما ریدی ست گوین، تا گو در خونتون رو زدین باید سوار ماشین بشین و برین. حالا آدم دوروبر رو نگاه میکنه، میگه من چی بردارم؟ خب مثلا شما که آرت کلکتور هستین و من دیدم ماشاءالله مثل یک موزه کلکسیون دارین، اینا رو میخواین چیکار کنین اگه آتیش بگیره؟ دونه دونه میذارین زیر بغلتون؟ ابدا میذارین میرین. آره من به همیشه فکر میکردم که اولین چیزی که برمیدارم آلبوم عکسامه. بله این مال دوران ما قبل دیجیتال بود. آفرین. من ده همه عکسامو دیجیتال کردم توی کامپیوتر رو آی کلاود، یعنی حتی کامپیوترم هم لازم نیست ببرم. دقیقا. حالا میمونه که چی برداریم. خب یه مقداری چیز، اگر که مثلا همسر من باید یه مقداری دارو بخوره که هر روز باید بخوره این دارو، اونو حتما شما مطمئن میشین که نبرن بخوره. چقدر بجزی شوقیای زرشوری هست. میفهمم. بعد یه مقداری پول نقد. بله یه مقداری حتما مطمئن باشین که مثلا کردیت کارتمون اینا با همون باشه. بعد اگه تو گاف صندوق اسنادی داریم که مثلا خاطر چه میدونم سند خونه، قباله نمیدونم چی، قباله ازدواج، من اینا اونم بی خیال، همه میدونن شما ازدواج کردید با آقای سرش. نه یعنی منظورم اینه که دیگه وقتی این نیستش که موقعی که در صندوق تو باز میکنی بعد ببینی چی رو داری انتخاب میکنی، همین یکی فهم داری میریزی توش. این فکرایی که تو این یه هفته منم کردم، هی در دیوار نگاه کردم گفتم چی میبری، دیدم دواها و بعدم یه شمدم یه کتی، یه شالی، یه چیزی که اگه که شب موندیم بیرون سردمون بود بتونیم اونو نگه داریم داشته باشیم. و بعدم صندوق با اسناد بسیار مهم رو که اونا هم تازه باید بذاریم بانک دیگه. آره پاسپورت و ماسپورت اینا نه، اینا تو ما تو خونه نگه میداریم بعضی هاشو، اونا رو بریزی توی کیف و دیالا بودو برو. به همین سادگیه. خب دیگه چه کار کنیم؟ مثلا چیچی رو ورده، مبلم وردن رو ببرن. والا همین رو بگیم که ولی خانم بنده خارج از کشور بوده. خب همسر بنده
همسر بنده ببخشید. بفهم. واقعا هم همسر من هست. همسر من بندم. میدونی بعضی موقعی که منم یه بی هوا میگم بنده، بعضی از شنوندگان بسیار نکته سنج میگن خانم میدونی بنده که میچی، یعنی تو خودت داری اعلام میکنی و اعتراف میکنی که بنده هستی. بله، برای اینکه شما یک بانوی محترم هستی و نباید بگی بنده بنده هستم کنار همسرم. نه شما بنده نیستی، بنابراین میگن این لفظو به کار نبر، خیلی قشنگ با گردن افراشته بگو من. خب بنده یک دنده. بله من یک شانسی که آوردم این بود که یک قدرتی خیلی فراتر از اداره آتش نشانی و پلیس به من یاری کرد در این مدت. خب. و این خانوم من بود، یا ببخشید همسر من بود. خب. که ایشون چون خارج از کشور هستن با دوربین هایی که در منزل ما نصب شده ما رو ریموت کنترل میکردن. یعنی کنترل از راه دور. خارج از این دوربین ها رو حتما یک بانو اختراع کرده، مطمئنم. ببینید شما وقتی که مثلا سوگل لس آنجلسه، اون میره تو آشپزخونه، من تو اتاق خودم ممکنه مثلا یه کاری بکنم اون نبینه. خب. اما وقتی خارج از کشوره تمام اتاقها رو با دوربین داره در آن واحد تماشا میکنه، مثل این مراکز کنترل FBI و CIA که نشستن یه جا دارن دنیا رو کنترل میکنن. خب. پدر منو این در این دو روز در آورده که چی ورداری چی ور نداری، چی ورداری چی ور نداری، این کارو بکن. اونم در خارج از کشور اخباری که میدید وحشتناکتره، چون ما اینجا خودمون کمتر میترسیم، میدونیم آتیش اونور خیابونه. ایشوف میگه که تمام جنوب کالیفرنیا به باد رفته و از بین رفته. حالا پنیک، اینو ببند اونو ببند، حتی برادرش رو مجبور کرد. بعد بود به سوگل خانم گفته خانم گوشی رو بذار زمین تا برم بکنم این کارا رو. در منو نذاشت به جانم، میگفت تو تا من اینجا دارم تماشا میکنم برو اونو از اونجا ورده بذار اونجا. گفتم سوگل من چه فرقی میکنه این اتاق خالی کنم اون اتاق مونده اونجا رو، خب بذار بابا ما یه به قول شما شال گردن برمیداریم میریم از اتاق بیرون با پاسپورتمون دیگه. ایشون حتی برادرش رو مجبور کرد ساعت 1 و 2 صبح اومد اینجا و چندین چمدون از اجناس محبوب ایشون، سوگل خان فکرم کیف و کفش بود، اینا رو برد. اونایی که کلکسیون کیف شنل و هرمس و اینا دارن که هر کدومش موقعی که میترسن مثلا حتی از نگران دوست، اونا وقت اون کیفا رو بچه کار رو بکنن. من فکر بگم خانومای ایرانی اولین چیزی که میبرن بیرون کیفشون باشه، چون به قول شما عکس هم که دیجیتال شده، منم واقعا یه چمدون عکس دارم دیگه بهش زیاد اهمیت نمیدم. کفش لبوتان بفرمایید عکس میذارن زیر بغلشون. آقایون فرش میذارن؟ بله. راست میگی، فرشم واقعا فرشم حیفشه. ولی خب چی کار میتونی بکنی؟ آتیش، آب و زلزله، وحشتناک دیگه. خانم سرشار جونم، بازم برگردیم به کیف خانمایی مهمتره. ببینید اگر خانمایی که خیلی کیف دوست دارن و کیفای گرون زیاد میخرن ماشاءالله، من میگم سایزای اینا رو یه جوری درست کنن مثل هم اون مجسمه های زنای روسی دیدین میره. آره، تو هم آره، آره. که این اون کوچولو کوچولو چه من اسمش چیه خیلی شیکه تو عروسی های شیک دستشون میگیرن 2-3 هزار دلار مثل جعبه کوچولو. آها خب. که من میخوام انسولین ما توش بذارم، سوگل میگه جا نمیشه. میگم قربونت برم وزیدی جی جا میشه، میگه یه باتیک جا میشه. به بچه رو 1000 دلار پول کیفو میدی شما زنا که یه باتیک. آقا شما چقدر عقب افتادی از 1000 دلار؟ چه برو بالا. آخه ما تو حراج میخواییم از راست، ما میریم راست درس فور لس. خلاصه این کیفا رو تو هم بذارن قبل از زلزله یا آتش سوزی که اون یک کیف گنده، اون گنده گنده ارمسه رو که برمیدارن توش 20 تا کیف دیگه هست. این یه تکنیکه. خب بعد تو اون کوچولو هم ماتیکو بذارن و یه دوتا انگشتر و ساعت و فلان و اینا، این مهمترین چیز دیگه. آقایون هم خانوماشون رو مثل کلوپاترا بپیچن لای قالی، بذارن زیر بغلشون و برن دیگه، برن از خونه و چه میدونم به خدا خیلی خوب برن جیم، برن جیم. یه نفر رفته بود جیم، بگم کی بود؟ بگی با اسبابایی که پشت ماشینش بود. دوستان گرامی شنوندگان عزیز، این آقای فریبرز داوودی هم موقعی که بهش گفتن خونه رو خالی کن و دستورای سوگل خانم رو اجرا کرده، همه چیزای قیمتی رو گذاشته پشت ماشینش، بعد رفته جیم، سویچ هم داده به وله، قشنگ رفته برای خودش شروع کرده ورزش که از اونجا به من تلفن میکنه. راستی اینو به خدا یادم رفته بود. یعنی حالا ما که چیزی نداریم که خواهد سرشان، حالا پس هر رو میان خونه ما میگن این آقا پول داره،
آدم شما دیدین که من آدم خیلی خاکی هستم. آره. هرچی داشتیم به قول شما دو تا پاسپورت و نمیدونم یه جور کفشم رو که دوست از یعنی آتیش بزنه من گذارم تو صندوق عقب و توی این رفتم بدونم به وله ای به سوگل گذارم ببین همه چیزا که خیلی برات مهم بود الان پشت ماشینه، ماشینم تو پارکینگ جیبه، امیدوارم ماشین رو ندازدن به یه مو بندیم. بله اینم که شما باید بتون جایزه شهامت در سال 2017 رو بدم به شما. همه اینا رو از آتش خواستید نجات بدید بعد ولی راحت دادید در ماشین باز. دو روز دارم به این قضیه فکر میکنم، میگم بابا دمت گرم آقای فریبرز خان. البته بگذاریم که تو شاپینگ سنتر و اینا با دستان رفتم خرید وانز و اینا مثلا 14 بار این آلارم رو من میزدم، این چراغاش میزد دوباره میزدم یعنی خیلی قف بشه ماجی و یه خری نیاد هرچی داریم ببره. خلاصه اینا جریان آتش‌سوزی ما. خب و البته اتفاق خیلی دلخراش بود برای بسیارانی که زندگی و خونشون از دست دادن، ولی خب یه فرصتی هم بود که بعد از این یک هفته پر از هیجان و دلهوره یه نفسی هم بکشیم و این نگاه طنز شما رو به این قضیه ببینیم. تا برنامه بعد روز شما بخیر. حالا میبینمتون. خدا حافظ. کورپوریشن یا LLC در صورتی که شما تنها سهامدار باشید نمیتواند حافظ املاک شما باشد. با تشکیل QPRT خود را به طور کامل زیر پرچم با صلابت قانون محفوظ نگاه دارید. دکتر فریبرز نژادپور 310-95-4-95-95. ایونزا انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهر عقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید. برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040. هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامم بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند. راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ های پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید. مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. اگر به فکر خرید و یا تعویض اتومبیل خود هستید، تا پایان این آگهی دست نگه دارید. هاندای سانتا مونیکا با بهترین خدمات و تسهیلات به مدیریت کامبیز آریا و همکاران ایرانی از شما دعوت می‌کند تا در حراج بیش از 600 اتومبیل نو و پریوند 2017 شرکت کنید و از میان تخفیف‌های باور نکردنی و غیر قابل رقابت هاندای سانتا مونیکا اتومبیل دلخواهتان را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از اتومبیل‌های 2018 هاندای سانتا مونیکا بازدید کرده و با آن به خانه بروید.
فرست تایم بایر هستید، حتی اگر کردیت خوبی ندارید فرقی نمی کند، چرا که از هاندای سنتا مونیکا دست خالی نخواهید رفت. 310-264-4900 310-264-4900 www.hondaofsantamonica.com. When I was little, I didn't talk for a long time. I was sensitive to lights and sounds, so I'd build secret hiding places where they couldn't get in. Sometimes, I'd do the same things over and over, until one day, I found out I had autism. My family got me help. Slowly, I learned how to live with it better. RN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. خب دوستان، به ساعت دوم برنامه امروز شنبه 9 ماه دسامبر سال 2017 میلادی برابر با 18 آذر ماه 1396 خورشیدی خوش آمدید. با ما باشید و دنباله برنامه رو گوش بدید که در خدمتتون هستیم. یک نگاه، یک اندیشه. خب باز هم مجدداً میریم به شمال کالیفرنیا، این دفعه میریم به دره سیلیکون، سیلیکون ولی، و با آقای پژمان نوزاد، یکی از نوآوران و کارآفرینان سیلیکون ولی صحبت میکنیم. ایشون که یکی از بنیانگذاران و شرکای مدیریت پیر ونچر هستند، در بین جامعه ایرانی شهرت بسیار شایسته‌ای دارند از جهت راه انداختن کارها و کارآفرینی در جهت ای کامرس و تمام کمپانی هایی که به نوعی با اینترنت و کار می کنند، و ایشون انجل کپیتال، انجل ونچر هم دارند و به جوانان بسیار کمک می کنند در زمینه راه انداختن کارشون در این محدوده. ولی در کنار آن، آقای پژمان نوزادی که از علاقمندان و کلکسیونرهای فرش های بسیار نفیس ایرانی هستند، چون که الان از خودشون میپرسیم سابقه شون با فرش چی هست، و دلیل صحبت امروز من با ایشون نمایشگاهی بوده که به همت ایشون و یکی از گالری های بسیار مشهور شمال کالیفرنیا که در لس آنجلس هم یک گالری دارن، گالری گاگوسیان، نمایشگاهی از فرش‌های ایرانی گذاشته بودند، و این به نظر میاد که نخستین باره که در یک گالری هنری فرش ایرانی به عنوان یک کار هنری به نمایش گذاشته شده و توجه خیلی ها رو جلب کرده. بریم سراغ آقای پژمان نوزاد و علت برگزاری و این نمایشگاه رو، و اینکه علاقهشون به فرش از کجا سرچشمه گرفت، از خودشون بشنویم. آقای پژمان نوزاد، صبح شما بخیر. صبح بخیر خانم سرشار، ممنونم که منو دعوت کردین. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. من در خدمتتونم. خب شما میدونم که موقعی که از ایران آمدید، خب جوان برومندی بودید و سر پرسودایی برای آغاز کار در کشور آمریکا داشتید، و اگه اشتباه نکنم شما من تصحیح کنین، اولین کاری که در آمریکا شروع کردین یا شاید دومی کارتون این بوده که در یک گالری فرش فروشی آغاز به کار کردید، درست میگم آقای نوزاد؟ بله، من درست پس از یه سال نیم که از ایران آمدم، خیلی اتفاقی اولین کارم تو گالری فرش مدالیان بود که خانواده خیلی خوبه امیت حضور صاحب اون گالری بودن و هستن، و من کار فرش شروع کردم. از همونجا بود که متوجه شدم که همه آدمایی که از من فرش می‌خرن همه تو کار تکنولوژی هستن، و منم تصمیم گرفتم که میخوام جزء اون جامعه باشم. و بعد از مدت 7 8 10 سالی که تو این کار بودم، شروع کردم خب تو کار تکنولوژی و همکاری خانواده امیت حضور شرکت رو شروع کردیم، به من شرکت امیرزاد که سرمایه‌گذاری کردیم تو کار تکنولوژی و استارتاپ ها، و خدا رو شکر هم خیلی خوششانس بودیم، هم فکر میکنم یه جاهای کار خوب انجام دادیم و تونستیم جزو اولین سرمایه‌گذاران شرکت های خیلی بزرگ بشیم. که همونطور که شما گفتید، من در 2013 شرکت رو شروع کردم به نام پیر، همون گلابی میشه به فارسی، بله، با یکی از دوستان خیلی خوبم که مدیر عاملی که شرکت ها بود که من سرمایه‌گذاری کردم. ایشون
خانمی هن اهل بارسلونا اسپانیا که دکتراشون از دانشگاه استنفورد گرفتن و پروفسور دانشگاه استنفورد تو معرفی برق الکتریک بودن. سه تا کمپانی شروع کردن و ما از اون سالا نزدیک 60 خورده کمپانی رو سرمایه‌گذاری کردیم و ما خیلی روزهای اولیه کار به ایتی ما کمک کنیم، یعنی اون موقعی که شما شاید یه پروداکت رو درست کردین شاید در حد ایده هست و کمک میکنیم مثلا دو سال اول که شرکت رو شروع بکنیم و سرمایه‌گذاری بکنیم و خدا رو شکر که کمپانی خوبم تو گروهمون هست. ولی چیزی که من همیشه بهش افتخار کردم اینه که همه این سالا که الان سال 13 همه که من این کار میکنم 17 سال این کار میکنم بهترین فاوندرها بهترین مدیر عامل همیشه بچه‌های ایرانی بودن و باعث افتخار منه که تونستم باشون همکاری بکنم و شرکت‌های خیلی خیلی بزرگی رو درست. خب نوآوری فوق‌العاده‌ای هم کردید آقای نوزاد. میدونم که شما یه ساختمون اختصاص دادید به بچه‌ها که بیان اونجا، بچه‌های جوان، کسانی که فکرای خوب دارن که میتونن بمونن با هم تعامل داشته باشن، با هم صحبت بکنن، ایده‌هاشون رد و بدل بکنن و اینطوری که دنبال میکنم فعالیت های شما رو، امکاناتی که برای بچه های جوان صاحب فکر دارین و میذارین فوق‌العاده است و واقعا باید بتون در این زمینه خیلی خیلی تبریک بگم. خیلی سپاسگزارم. بیشتر کارا رو خوب همین که میگین این بچه ها انجام میدن، ما فقط از حمایتشون میکنیم. ولی ما یه جایی که داریم در داونتاون شهر پالالتو، یعنی درست نزدیک دانشگاه استنفورد، یه خونه ای که این خونه رو ما تبدیل کردیم به اینی که بیشتر فاوندرها یا دانشجوها میان روی ایده‌های مختلف کار میکنن و خب بیشترش ما از اونها یاد میگیریم، برای اینکه این بچه‌ها هم باهوشن، هم تبحر دارن، هم تخصص دارن، هم کار آکادمیک کردن و واقعا خیلی من خودم خوش شانس میدونم که هر روز دارم با این آدما میتونه کار بکنم. چه عالی. خب شما از کار در گالری فرش فروشی شروع کردید، بعد خودتون شدید حتما خریدار فرش های خوب و کلکسیونر فرش. بله اتفاقا هم که گفتین خیلی اتفاق خوبی بود. من یه توضیح بدم، اینه که شما اشاره کردید یه همکاری بین من بود و گالری گاگوسیان که من بیشتر در موردش توضیح میدم و شاید برای اولین بار بود که مجموعه خیلی کوچیکی از فرش های خیلی نفیس و کمیاب ایرانی در کنار شاید گرانبهاترین و ارزشمندترین کلکسیون کوچولویی از کارهای هنرهای مدرن بود برای یک شب فقط. گالری گاگوسیان 16 تا گالری داره در دنیا، در نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، پاریس، ژنو، آتن و توکیو و سالانه بالای $1 میلیارد فروششون هست. یعنی این خبرایی که شما میشنوید که در ساتوبیز یکی یه چیزی رو خریده 50 میلیون، 100 میلیون یا 200 میلیون از یکی از گالری‌هایی که این کارا رو می‌خره گالری گاگوسیان هست. اینا به من گفتن که تا حالا همچین کاری نشده، خیلی خوبه که ما بتونیم این کنار هم قرار بدیم، مخصوصا فرش‌های قدیمی ایرانی. منم خیلی استقبال کردم و من 7 فرش رو عرضه کردم، یه چند تا کار از محتشم کاشان، تبریز ها جلیلی، یه فرش ابریشم قم، یک فرش سراب و یک فرش دیگه ای. اونام همه اساتید فن، همه اساتید فن. بله خیلی خیلی اینا خیلی به قول امریکایی هند سلکت شده بود. خیلی خیلی من دقت کردم که فرشایی که انتخاب میشه فرشایی که واقعا بتونه ارزش فرش ایرانی و این هنری که شاید هزاران سال در کشور ما بوده رو ارائه بده. در کنار اونام چند تا آرتیست خیلی بزرگ آوردن، یکیش آرتیست خیلی خیلی مشهور جهانی دیمین هرست هست، اگر در موردش مطالعه بکنید، یه آرتیست 52 ساله انگلیسی است که کاراش واقعا در سراسر دنیا طرفدار خیلی زیادی داره بین کلکسیونرها. یکی از کاراش چند سال پیش نزدیک $15 میلیون فروش رفت. یکی دیگه از آرتیست های آرتیست خیلی قدیمی ژاپنی هست به نام سویوشی مایکاوا. بعد از جنگ جهانی دوم یه نزدیک 5-6 تا هنرمند ژاپنی باقی موندن که یک گروهی رو تشکیل دادن به نام گروه گاتی. اینا هنرمندای آوانگارد ژاپن بعد از جنگ جهانی بودن. کسی کارهای اونا ارائه شد و به نظر من خیلی شب خوب بود، مخصوصا به خاطر اینکه میدونی یه فرصتی به وجود اومد که فرش ایرانی کنار کارهای خیلی ارزشمند جهانی قرار بگیره و هم لول اونا بشه. من فکر کنم که هرچی از این کارا با بکنیم بهتره. فرش ایرانی همیشه مارکتینگش خوب نبوده، با اینی که انقدر ارزشمنده در سطح جهانی، ما هنوز نتونستیم اون چیزی که واقعا شایسته فرش ایرانی انجام بدیم و من فکر کنم این کارا میتونه ادامه پیدا کنه و خیلی آموزش بده به مخصوصا کلکسیونرهای آرت در دنیا و هنر که بتونن
پشه ایرانی رو جمع آوری بکنه. علاقمندانه به هنر قالی بافی یا قالی های قدیمی توی اروپا زیادن، ولی خیلی حرف درستی که شما میزنید آقای نوزاد. در امریکا هنوز اون توجهی که به فرش قدیمی، فرش های ارزشمند باشه دیده نمیشه، ولی حرکت هایی از حالا به دلیل حضور ایرانیان هست یا به دلیل حضور افرادی مثل شما که واقعا ارزش این هنر بسیار بسیار شایسته ایرانی رو، واقعا یکی از دستاوردهای هنرمندان با ارزش ایرانی هست، فرش رو به امریکایی ها بشناسونن، چون که این نیاز به آموزش داره، بدونن که چگونه این فرش ها درست میشه و هرچی فرش گنده تر باشه و نمیدونم کلوفتر باشه مثل موکت باشه ارزشش اونقدر زیاد نیست، چون امریکای تقریبا اینجوری به فرش نگاه میکنن و فرش دست بافت و ماشین بافت براشون خیلی زیاد فرق نمیکنه. استقبال خوبی شد از این نمایشگاه؟ خیلی خیلی استقبال خیلی خیلی عالی شد. من عکساشو چند تاشو دیدم، ولی یه عکاس حرفه‌ای اومد حتما براتون. استقبال خیلی خیلی خوبی شد و جالبی هم بود که مثلا شما یه فرش 140 50 ساله ایرانی رو مثل محتشم کاشان و یا تبریز هارجلیل می‌ذارید کنار کار که تازه توی موزه انگلیس ارائه شده از دیمین هرست. این تقابل، این کنار هم قرار گرفتن خیلی اتفاق خیلی خیلی شایسته بود. گمان میکنم یکی از کارهای زیبای کامی یوسفزاده وایزی کامی هم بود توی نمایشگاه، درسته؟ فکر میکنم قرار بوده باشه، نمیدونم کجا بود، من چنیدونم ولی فکر نمیکنم بود، ولی این کار ما ادامه میدیم و خیلی من دوست دارم که بتونم این کار فرش رو در کنار کار هنرمندای ایرانی آدم بذاره و من فکر کنم که در هر جای امریکا هر کسی اگه بتونه این کار رو انجام بده خیلی برای کار فرش و صنعت فرش که میدونیم میلیون ها نفر در ایران کار فرش رو میکنن و من هنوز فکر میکنم شاید ارزون ترین نوع هنر یا کارهای هنری دنیا کار فرش باشه، ولی یه فرش که چند سالش کار میکنن چند تا تو خونتون هست در کنار کارهایی که انجام میشه. نمیخوام ارزش کارهای دیگه هنری کم بکنم، ولی فرش هیچ وقت خوب بازاریابی نشده و اون ارزشایی که باید داشته باشه، اون قیمتی که باید تو بازار داشته باشه، همیشه کم فروشی شده به اعتقاد من. امیدوارم که گالری گاگوسیان این نمایشگاه رو به لس آنجلس هم بیاره. خب طرف ایرانی لس آنجلس هم دوست دارن که بود. بله آره ان شاءالله که به ما خبرش رو میدید حتما خبر بکشش. نه حتما که شما که نفر اول بالای لیست. خیلی ممنون آقای پژمانده نوزاد. شما حالا برای دوستان شنونده باید بگم که شما با یه دست چند تا هندونه برمی‌دارید. شما یه روزگار یه روزگارانی هم ورزشی نویس و گزارشگر ورزشی بودید، درسته؟ بله، من اتفاقا کارم از 16 سالگی به عنوان نویسنده ورزشی شروع کردم. اتفاقا خدا بیامرزه اولین استاد من استاد عطا بهمنش بودن تو مجله دانش ورزش. من فوتبال بازی میکردم برای تیم استقلال، اون موقع ما اصلا قهرمان ایران شدیم جوانان استقلال. بعد آقای عباس کدنوری این مجله رو راه انداختن، اینا مجله دانش ورزش که اولین مجله بودش که میخواست دانش ورزش کنار هم قرار بگیره. بعد مدیر عامل باشگاه استقلال بودم، به من گفتن پیشنهاد تو چون زبان آلمانی بلدی و فوتبال هم بازی می‌کنی، ما یه سری مجله از آلمان اومده اگه می‌تونی بیا ترجمه کنه. من شروع کردم و چون کار خیلی خوب شدم به خاطر اینکه هم مجلات آلمانی میخوندم هم فوتبال بلد بودم، دیگه از ترجمه شروع کردم بازی‌ها رو آنالیز کردن و بعد خب خیلی هم خوش شانس بودم یه سری از اساتید ورزش‌نویس ایران مثل استاد بهمنش، استاد ارزش لاردی و کسای دیگه کنار من بودن کار یاد گرفتم. بعد من یکی از برنامه‌های رادیویی رو انجام دادم، راه شب جمعه شب، من برنامه ورزشی رو 18 19 سالگی انجام دادم، دیگه ادامه پیدا کرد که خیلی فوتبال دوست داشتم و دارم و من خانم من فکر میکنه من بعضی موقع دیوونم، مثلا پیسون بلند میشم فوتبال تماشا میکنم، 4-5 جام جهانی به عنوان خبرنگار رفتم و هنوزم وقت صبح بلند شدم ساعت 5 صبح یه فوتبال دیدم و چاییمو درست کردم و منتظر تلفن شما. پس داری کفش و کلا میکنی برای این فوتبال جهانی که الان در کار هست؟ جام جهانی واقعا که ایران چی کار میکنه حالا با این؟ من که سواد اینو ندارم، شما به ما بفرمایید که نظرتون چیه. گفتن چی رفته در گروه مرگ همچین چیزی؟ البته خب اینا رو ما خودمون برای خودمون میگیم، ولی بله من فکر میکنم که خب گروه خیلی سختیه بین با گروه مراکش و پرتغال و اسپانیا. ما شاید هیچ گروهی نبوده که دو تا تیم از 10 تا تیم برتر دنیا تو یه گروه باشن. مثلا پرتغال امروز تیم سوم دنیاست، قهرمان اروپا است، کریستیانو رونالدو دیروز بلندور توپ مرد بهترین فوتبالیست دنیا رو تصاحب کرد، اسپانیا که جایگاهش در دنیا معلومه، مراکش
تیمی که بدون باخت جام جهانی اومده. این گروه خب گروه سختی روی کاغذ، ولی من فکر کنم در مجموع اتفاق خوبیه برای فوتبال ما، برای اینکه ما چند بار فرصت اینو پیدا میکنیم که تو یک استیج جهانی بتونیم از جای خودمون رو نشون بدیم. من فکر میکنم که تیم‌های امروز پرتغال، اسپانیا از تیم آرژانتین 2014 که ما تا دقیقه 92 باشون 0-0 واقعا یه رقابت پایاپایی داشتیم قوی‌تر نیستن. امروز تیم ما یه تیم خیلی جوان خوبیه، میانگین سنی تیم ما 26.5 ساله که من فکر کنم جز جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی. بعضی از یه سری از بازیکن‌های ما بهترین بازیکن‌هاشون تو لیگ‌های خارجی هستن، مثل سردار آزمون، سعید عزت‌الله، علیرضا جوانبخش، الان سامان قدوس یه پسر ایرانی سوئدی فکر می‌کنم خیلی بازیکن تاثیرگذار تو جام جهانی میشه. من خیلی خوش می‌دارم، یعنی من فکر می‌کنم که با اینکه خیلی سخت جلوی اسپانیا و پرتغال بازی کردن، من اینو یه فرصت خیلی استثنایی میدونم که ما عیار سکتمون در سطح جهانی معلوم بشه. به به، پس موقعی که نتایجش تقریبا داره معلوم میشه، شما اجازه میدید که ما باز مزاحمتون بشیم و از شما نظر بخوایم؟ من در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم آقای پژمان دوزادی، یک دنیا سپاسگزارم. در همه کارهایی که میکنید موفق باشید. و دوستان عزیز، من فقط این نکته رو بگم که آقای پژمان نوزاد با این همه موفقیت، با این همه کاری که سرشون هست و شلوغ سرشون، میدونید که بچهای سیلیکون ولی و جوانان سیلیکون ولی چقدر همشون مشغولن، ولی همیشه با مهر دعوت من قبول میکنن. از این بابت ازتون سپاسگزارم. من سپاسگزارم، خیلی ممنونم که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید. خواهش میکنم. یادتون نره که فرشار به لس آنجلس هم بیارید. نه حتما تش سپاسگزارم. ولی چند تا کلکسیون شما را براتون نمایش نشون بده. نه بابا، ما چیز قابل ارائه در مقابل اون چه شما دارید نداریم. سپاسگزارم از لطف شما. خیلی قربان شما. من دلی دوست دارم این قسمت از تجربه خودم رو با شما شیر کنم. شنبه بعد از ظهر که به یک مهمانی دعوت بودم، با یه اتومبیل به شدت تصادف کردم. زنگ زدم به CBS اتو بادی شاپ. یه اتومبیل منو بردن، اتومبیل منو تو کردن، بردن و همه کارهای تصادف انجام دادن. متشکرم CBS اتو بادی شاپ. نگاه میدیا با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 16 دسامبر، گندی تئاتر، لس آنجلس. حکایت مولانا، شب وصال عاشق با معشوق، اجرایی استثنایی از شهریار with a prestigious chamber orchestra. شنبه 16 دسامبر را به خاطر بسپارید. Live in Los Angeles, Gendy Theater. خواجه سلام علیک، گنج وفا یافتی، دل به دلم نه که تو گم شده را یافتی. هم تو سلام علیک، هم تو علیک سلام، طبل خدایی بزن کینز خدایا. تلفن اطلاعات 818-585-2446. تیکتز اویلیبل ات www.taylorromiconcert.com. به دنبال رستورانی هستید که غذاهای متنوع از کباب و جوجه کباب تا پیتزای تنوری و سالاد و غذاهای مدیترانه‌ای داشته باشه، همراه با موزیک زنده و سرو مشروبات الکلی؟ ما به شما رستوران کلبه سبز رو معرفی می‌کنیم. چرا که رستوران کلبه سبز گرین کاتج در تارزانا با ارائه غذاهای متنوع، سرو مشروبات الکلی و قلیان، موزیک زنده و دیجی و رقص‌های بین‌المللی، بهترین مکان برای گذراندن ساعتی خوش خواهد بود. از هفتیاور رستوران کلبه سبز 7 روز هفته از ساعت 11:30 صبح تا 6 عصر با منیوی مخصوص لذت ببرید. شعبه اصلی رستوران کلبه سبز در 19563 ونتورا بولوار در شهر تارزانا 818-922-2240. رستوران کلبه سبز یعنی چشیدن غذای خوشمزه همراه با فضای دلگشا، موزیک زنده و ساعتی خوش. greencottagetarzana.com. همین شنبه از ساعت 11:00 تا 11:30 بامداد دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتور و متخصص در کاهش وزن، با شما گفتگو خواهند کرد. به گفتگوی دکتر هدیه جعفرودی درباره بهترین روش‌های کاهش وزن توجه فرمایید.
پرده در گذشته بعدی به چه دلیل مرحوم شده فرشته؟ باری تعالی، تصادف اتومبیل. خب به بهشت خوش آمدی. چه شد که به این دنیا آمدی؟ خطای رانندگی؟ اتومبیل چرا قرمز رد کرد؟ ما رو فرستاد این دنیا. حال بازماندگانت پیش کدام وکیل تصادفات رفتن؟ والا اون دنیا که بودیم این وکیلای تصادفات انقدر تبلیغ می‌کردن که آدم نمی‌دونست کدومش خوبه. فقط خود خدا می‌دونه. به فرشته می‌گویم به خانواده‌ات الهام کند که با الکساندر اسکندری تماس بگیرن. خدایی شنیدم وکیل خوبیه. میگن مثل شیر لرزه به اندام وکلای طرف مقابل میندازه. تا کنون خانواده‌های درگذشتگان اتومبیل و بندگان من که در تصادفات جراحت بدنی دیدند از او راضی بودند. 310-492-2000 1-855 صدمه دکتر الکساندر اسکندری. رادیو 670 AM با همکاری کتابخانه وستوود برگزار می‌کند. چگونه شغل مناسبی پیدا کنیم؟ با سه کارگاه آموزشی رزومه نویسی با سناز نباتی، بررسی منابع دولتی کاریابی با مونیک زهیری و دکتر پیمان رؤوفی با توصیه‌هایی برای یک مصاحبه شغلی موفق. دوشنبه 11 دسامبر از ساعت 10:30 در کتابخانه وستوود. برای رزرو رایگان با رادیو 670 تماس بگیرید. 323-878-1323 323-878-1323. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صدای شعر امروز با دکتر ماندانا زندیان. هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ. احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. آه یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو. من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد. احساس می کنم در چشم من به آبشور اشک سرخ گون خورشید بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله ای می زند جرس. آمد شبی برهنه ام از در چو روح آب، در سینه اش دو ماهی و در دستش آینه، گیسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم. من بانگ برکشیدم از آستان یأس، آه یقین یافته بازت نمینم. شعر و صدای احمد شاملو را شنیدیم. در برنامه این هفته صدای شعر امروز در خدمت آقای دکتر احمد کریمی حکاک، پژوهشگر، منتقد و تحلیلگر ادبی، به بررسی برخی ویژگی‌های شعر شاملو می‌پردازیم. وقت شما بخیر آقای دکتر کریمی حکاک گرامی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه صدای شعر امروز.
منم از شما سپاسگزارم. روز و شب بر شما و شنوندگان رادیو خوش باد. سپاسگزارم. آقای دکتر حکاک، در آستانه زادروز احمد شاملو هستیم. اگر بپذیریم شاملو یک شاعر جستجوگر بود، یک شاعر همیشه در حرکت، و ویژگی های شعر او هم به همین دلیل در درازای سالهای شاعریش با او حرکت و تغییر می کرد، و همچنین اگر از سوی دیگه بپذیریم که در نگاه شما در نقد و تحلیل ادبی بیشتر راه‌ها و فرایندها جای دارند تا رسیدن‌ها و فراورده‌ها، البته این هر دوی اینها برداشت منه از شعر شاملو و از نقد ادبی شما. ممنون. اجازه میخوام پرسش نخست من بر اساس همین برداشت باشه که خب خوشبختانه شما هم به لطف موافقت میکنید باهاش. شما فرایند یا مسیر بالیدن موسیقی و تصویر پردازی رو در شعر شاملو چگونه میبینید؟ پرسش بسیار خوبی است، متشکرم که اینو پیش میکشید. من در مسئله آهنگ و موسیقی شعر حرکت شاملو رو واقعا از یک نهایت صدا و حتی میشود گفت آواهای زیادی و به اصطلاح ضرب آهنگ‌های خیلی مشخص گویا و در گوش نشین میبینم تا نوعی موسیقی کلامی در اواخر کارش که گاه اصلا شنیده یا دیده نمیشه، حس ممکنه نشه. یعنی یک مجسم کنید شما رادیویی رو با صدای بسیار بلند روشن کرده باشید و بعد به تدریج این صدا به کمتر و کم و کمتر بشه. من این حرکت رو می‌بینم در اگر فقط از نگاه موسیقایی شعر شاملو رو نگاه بکنید. متوجهم. و تصویر پردازی؟ بله، تصویر پردازی هم همینطور. یعنی تصویر پردازی به نظر میرسه که ابتدا بسیار چشمگیره، برای اینکه او میخواد با گذشته شعر فارسی دست و پنجه نرم کنه، پیش کشیدن نامهایی مثل یا اشاره به کسانی مثل مولانا یا حمیدی شیرازی یا دیگران که به از اینها کلیتی ساختن که خصمانه و معاندانه نگاه میکنن در شعر، اون من درون شعر شروع میشه تا به نوعی آرامش و حتی میشه گفت آمیزش با این افراد شکل میگیره. یعنی میدونیم که شاملو در اواخر عمرش بسیار عجین بود با شعر حافظ یا مولوی، و حتی کاری هم کرد درباره حافظ که البته از نظر پژوهشی چندان قابل ذکر نیست، ولی از نظر اینکه نشون بده ارادت خودش رو این کار مهمه. بنابراین از نوعی تصفیه حساب در آغاز و نوعی صلح پایدار در انتها من سخن میگم. متوجهم، سپاسگزارم. آقای دکتر حکاک، شما در مقاله هایی که درباره شعر شاملو نوشتید، شاملو رو شاعری موفق در وصف و ستایش و در دفاع از آزادی میشناسید، که البته زندگی او هم این رو به ما نشون میده و این ویژگی شاملو مورد توجه دیگرانی هم بوده. ولی شما یک توجه خوب و به نظر من کمتر دیده شده هم به شعر عاشقانه شاملو دارید. عاشقانه به معنای زمینی و امروزی، یعنی عشق مرد به زن از نگاه او. در واقع اگر برداشت من درست باشه، شما شعر عاشقانه شاملو رو اوج شعر او میدونید. باز بر اساس پیش‌فرض نخست من، یعنی توجه شما به فرایندها، مسیر شکلگیری دو مفهوم آزادی و عشق رو در شعر شاملو چگونه می‌بینید؟ من یک حلقه واسطه میان دو مفهوم آزادی و عشق می‌بینم، اون هم حضور انسانی است. حضور انسانی اون چیزی است که آرزوی آزادی و در این حال گرایش به عشق و عشق ورزی رو در شعر زنده میکنه. یعنی آزادی در مفهوم مجرد خودش شاید چندان ارزشی نداره. به قول شاملو، اگر که بیهوده زیباست شب، برای که زیباست شب، برای چه زیباست؟ یا اگر فرض کنیم عشق رو بگیریم در خودش، بسیار از عشق سخن رفته در شعر فارسی، ولی چگونه میشود این عشق رو انسانیش کرد و از عشق الهی، از عشق غریزی، از همه اینها فاصله گرفت و عشقی عمیقا انسانی رو که انسانیت
انسان رو در خود عشق ورزی، در شیوه های عشق ورزی، در میل به عشق ورزی ثبت میکنه و به گوش ما میرسونه. بنابراین میشود گفت میانجی میان آزادی و عشق حضور انسانی است که او در همه اشعارش، به ویژه اشعار اواخر عمرش، تأکید فراوان داشتن. متوجهم. آقای دکتر حکاک شاملو تعدادی شعر زیر عنوان شبانه داره که اینها دامنه معناییشون گسترده است، بعضیشون مطلقاً سیاسیان، بعضیشون عاشقانه کاملاً. من اجازه میخوام یکی از اونها رو بخونم و بعد بتونیم بر اساس اون شعر صحبتمون رو ادامه بدیم. حتما، خواهش میکنم. من یکی از این اشعار رو که همونطور که عرض کردم با عنوان شبانه در کتاب ابراهیم در آتش شاملو هست میخونم. مرا تو بی سببی نیستی، براستی صلت کدام قصیده ی غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل میبندد، خوشا نظربازیا که تو آغاز میکنی. پس پشت مردمکانت فریاد کدام زندانیست که آزادی را به لبان براماسیده گل سرخی پرتاب میکند؟ ورنه این ستاره بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای تو ایمن میشود، چه مؤمنانه نام مرا آواز میکنی. و دلت کبوتر آشتی است، در خون تپیده به بام تلخ، با این همه چه بالا چه بلند پرواز میکنی. من فکر میکنم، به نظر من این شعر تمام ویژگی هایی که شما در پاسخ پرسش پیش گفتید رو میتونیم بگیم کنار هم داره، عشق، آزادی و انسان رو. پرسش مشخص من اولا اینه که درباره انتخاب این عنوان شبانه برای اشعاری با دامنه معنایی گسترده لطف میکنید توضیح بدید؟ بله، با کمال میل. شبانه البته در شعر فرانسه و انگلیسی هم بود که شاملو باش آشنا بود، ناکترن به اصطلاح. شبانه ها تعریفی رو به خودشون میگن که شاعر بخواد به اون بده، ولی در کل میشود گفت فضاییست برای بهتر اندیشیدن. در غیاب نوری که در روز انسان میبینه، نوعی آرامش طبیعی به انسان دست میده که این شبانه ها رو به نجواهای زمزمه مانندی تبدیل میکنه. من فکر میکنم خصلت نوعی نجوا، نوعی در گوش کسی سخن گفتن در همه شبانهای شاملو است، اگرچه همینطور که شما دقیقاً و کاملاً درست گفتید این شبانها لزوماً عاشقانه نیستند، میتونن خیلی هم سیاسی باشند. در همینجا ترکیب شعر عاشقانه و شعر سیاسی رو در اینجا میبینیم. اون کبوتر آشتی که بر بام تلخ در خون تپیده، این تصویری است که تمام تصویرهای قبلی همین شعر رو بازخوانی میکنه و نشون میده که چقدر دشوار کبوتر آشتی بودن در جایی که شاعر میزیه، یعنی در بام تلخی که او در اون خونه کرده. و اینجاست که با این همه این کبوتر در رویای خودش چقدر بلند پرواز میکنه. بلند پروازی دیگه پرواز جسمی کبوتر نیست، پرواز کبوتری است در خون تپیده ولی همچنان مشتاق به بالا رفتن و پریدن تا حد ممکنه یک پرنده. متوجهم. آقای دکتر، من الان که شما توضیح میدادید، یک نکته دیگری رو که شما یادآور میشید در نوشته هاتون درباره شعر شاملو به یاد آوردم و اون موضوع عشق، عشق انسانی و عشق زمینی در شعر شاملوست. که شما باور دارید که اون زن مثالی که در شعر شاملو حاضره در واقع دربرگیرنده تمام ویژگی هاییست که موضوع عشق میتونه داشته باشه و الزاماً خطاب به یک فرد انسانی حاضر نیست. لطف میکنید کمی در این باره صحبت کنید؟ با کمال میل. من فکر میکنم یک اشتباهی که ما در مقام خوانندگان شعر فارسی یا بیش شعر نو بهش دوچار میشیم همین است که مثلا اگر اسمی از آیدا میاد دنبال شخصی به نام آیدا میگردیم، اگر اسمی از ابراهیم گلستان میاد نشانه های اون مرد رو در عشقی که فروغ توصیف میکنه میجوییم. و این کاملا راهیست به خطا و به جایی که عملا یا
به خارج از شعر منتهی میشه یا اصلا بی اهمیت میشه به اهمیت و میشه گفت مقام شامخ خودش رو از دست میده. نه فروغ فرخزاد و نه احمد شاملو در باره شخص خاصی سخن نمیگن در وقتی از عشق سخن میگن، ولی ممکن است شخصی مصداق اون روزگار این فرد بوده باشه. مهم در شعر مثلا آیدا در آینه این است که آیدا یک فرد نیست، آیدا یک فکریست که ایدئالیزه شده، به اصطلاح آرمانی شده و میتونه معشوق من، شما یا هر کسی دیگری باشه در همه جهان، و حتی میتونه انسانی هم نباشه، میتونه سرزمینی باشه، میتونه همه چیزهایی که انسان رو کشش انسانی رو ایجاد میکنه و قابل تأمین میکنه این کشش رو، جای اونها رو بگیر و از اون فردی که ما به خطا اونو میخوایم منحصرش بکنیم اون فاصله بگیره کاملا. سپاسگزارم آقای دکتر احمد کریمی حکاک، لطف کردید دعوت برنامه رو پذیرفتید، امیدوارم در فرصت‌های دیگه باز هم بتونیم از دانش شما استفاده کنیم. با کمال اشتیاق، منم از شما سپاسگزارم. سبزیجات آماده برای پخت الماس همون سبزی‌های خوش‌طعم و خوش‌عطر ایرانه که طبق مقررات و استانداردهای دقیق FDA در آمریکا بسته‌بندی و به بازار عرضه میشه. کنسرو سبزی قرمه و پیاز داغ الماس بدون نیاز به یخچال یا فریزر برای نگهداری. نوش جان. الماس، طعم اصیل ایرانی. دکتر نجفی، متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، گشایش مطب جدید خود را در نورت رودو درایو به اطلاع می‌رساند. سلام، دکتر نجفی هستم. بسیار خوشحالم که افتتاح مطب بیولی هیلز در رودو درایو شمالی را به اطلاع شما شنوندگان عزیز می‌رسانم. در مطب من آخرین گزینه‌ها و تمهیدات زیبایی پیش روی شما قرار می‌گیرد تا بهترین نتیجه ممکن عاید شما شود. تمام جراحی‌های زیبایی صورت و بدن در پیشرفته‌ترین مرکز جراحی انجام می‌شود و همچنین بسیار خوشبختم که آخرین تکنولوژی زیبایی صورت و بدن را بدون برش جراحی خدمتتون تقدیم کنم که در مقایسه با جراحی‌های استاندارد مدت کمتری زمان برده، بسیار امن و دارای دوره نقاهت کوتاهی است. این تکنولوژی فیس تایت و بادی تایت نام دارد و به تازگی در آمریکا مورد تایید FDA قرار گرفته است. به امید دیدار. مطب جدید دکتر نجفی در 421 نورت رودو درایو، 310-514-2511. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999. توجه کنید، یک سرمایه گذاری مطمئن و سودآور. شرکت شایان آتو فایننسینگ سرمایه گذار میپذیرد از مبلغ $10,000 تا $100,000 با دو برابر تضمین اصل سرمایه. قابل ذکر است که سود این سرمایه گذاری تا 24% سالیانه خواهد بود که به صورت ماهیانه پرداخت میشود. 818-818-2360 818-818-2360. این یک فرصت ایدئال برای درآمدزایی تا 24% سود سالیانه مطمئن و کاملا قانونی است. همین الان با شرکت شایان آتو فایننسینگ تماس بگیرید. 818-818-2360 818-818-2360. کمتر فرصتی پیش می آید که یک سرمایه گذار قادر باشد بین 10 تا 100 هزار دلار سرمایه گذاری کند که بتواند سود سالیانه تا 24% حاصل کند و بابت اصل سرمایه خود تا دو برابر تضمین داشته باشد، آن هم کاملا قانونی و مطمئن. 818-818-2360 818-818-2360. میشه بریم اونورتر، منم جاشم، مهمونا دارن میان. بیا گوجه خوشگله، بیا بشین کنارم. چه بوی خوبی داره میاد اینجا، چطوری باقالی پلو، چه تر تازه و ترگل برگل شدی. بله، از وقتی اومدم ویشتیش کفه کلی قد کشیدم و خوش طعم و بو شدم. به جوجه کباب ببین چه زعفرونی دلبرانه شده. آره، از وقتی اومدم ویشتیش کفه مشتریاشون زیاد شدن و منو یه لقمه میکنن. ای چشمم روشن، فلافل و کشک بادم جونم که اینجا، شما اینجا چیکار میکنی؟ ما که گل سرسبد ویشتیش کفه واسه مشتریای ویجیتریانشونیم. بچه‌ها
بچه‌ها برید سر جاتون، مهمونا دارن میان. ویشتیش کافه در محیطی دنج و صمیمی با استفاده از مرغوب‌ترین گوشت و مواد اولیه میزبان شماست. کیترینگ ویژه با قیمت باور نکردنی به مدت محدود. ویشتیش کافه در شهر تارزانا واقع در 19-06 ونتورا بولوار. 818-514-6864 818-514-6864 ویشتیش کافه. ویشتیش کافه. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. یک هنرمند، یک اثر. از خانه برون شد یل زاول، پس آنگاه بر اسب روان گشت به پیش فرس برق وش و تیز نورد و فلکین عزم و زمین جزم، پی مرکب خارا شکن و پن سرین و نمکین چشم و سهی گردن و سیار جبین. از چه اسبی کاه از کاه کشان خورده، از کنگره عرش پریده، کشیدش به بر و دست کشیدش به سر و سینه و گوش و دم و یالش. ابر گرده او زین زرندود ببست و بجست و چو یکی شیر درنده به پشتش بنشست و روان گشت به صحرا، که از صولت خود کرد مجسم همه فوج قبارا. خب دوستان، صدایی که شنیدید صدای گرد آفرید، یکی از مشهورترین شاهنامه خوانان ایرانی و یکی از زنان، تنها در واقع زن نقال ایرانی است که چند سالی است ما سعادت این رو داریم که در شهر ما در لس آنجلس ساکن شده، با آمریکا آمده و از حضورش و از آگاهی‌هاش و از محضر پر از توانایی او لذت می‌بریم در زمینه‌های مختلف، دست برنامه‌های تلویزیونی که شاهنامه رو تعریف می‌کنه، از برنامه‌هایی که روی صحنه اجرا می‌کنه و همینطور از دوستی خیلی خوبی که من با او دارم و باعث بالندگی است که این بانوی برجسته ایرانی کاری رو به عهده گرفته و کاری رو انجام میده که هیچ زنی به اون عرصه پا نگذاشته بود قبل از او. بشی خوش آمد بگم به گرد آفرید نازنین. خوش آمدید به برنامه ما گرد آفرید. ممنون هما جان، خانم سرشار عزیز، ممنون از دعوتتون، خوشحالم که در خدمت شما هستم. درود به شنوندگان عزیز. درود بر شما و خسته نباشید برای همه فعالیت‌های فرهنگی فوق‌العاده‌ای که می‌کنید. میدونم که همه دوستداران شما مشتاق دیدار شما هستن برای برنامه‌ای که در شب یلدا خواهید داشت و از شب یلدا و ماجراهای اون تعریف خواهید کرد و همینطور نقالی خودتون رو به سبکای مختلفی که انجام میدید روز 16 دسامبر در دانشگاه UCLA، در شومبرگ دانشگاه UCLA که به همت بنیاد فرهنگ برگزار شده اجرا میکنید برنامه رو. از شب یلدا برای ما بگید گرد آفرید لطفا. شب یلدا هدفش واقعا شب زنده‌داری، دورم نشستن، گل گفتن، گل شنیدن، خندیدن، خوردن، به شادخاری خوردن. هدف ما هم از زمانی که این برنامه رو به همت فرهنگ فاندیشن برگزار کردیم، حالا گروه هایی که شاید بیش از 6 ساله که این برنامه شب یلدا هر ساله برگزار میشه و هدف ما همین بوده، یک دور هم بودن، یک گرد همایی، شاد بودن، موسیقی اغلب با تم بزمی و قصه گفتن و حکایت گفتن و نقل گفتن و آخر کار هم یک فال حافظ گرفتن تا به امروز. همه رسوم سنتی شب یلدا در واقع تقریبا، بله تقریبا سعی میکنیم که همه رو رعایت بکنیم، از اون دوره هم بودن و شاد بودن و بزم داشتن و خوشحال بودن و گفت در واقع گل گفتن و گل شنیدن دیگه، از اسطوره گفتن، از نیایش خورشید، از در واقع پاسداشت خورشید و مهر، درباره اون سمبول ها، درباره سرخی انار و هندوانه، درباره آجیل لرک گفتن، همه این
داستانا رو ما سعی میکنیم راجبش حرف بزنیم. میدونم که در تمام این زمینه های هم اعیاد هم رویدادها یه سنتی ایرانی خیلی مطالعه دارید شما خانم گردآفرید و همینطور خب دیگه مطالعتون رو در مورد شاهنامه که اصلا دیگه در اون زمینه بحث نمی کنیم، شاهنامه رو گمانم شما همش از حفظ هستید. میخوام بدن در این تحقیقات و پژوهش هایی که کردی در مورد سنت های ایرانی، اعیاد ایرانی، قدیمی ترین یا کهن ترین آثاری که از برگزاری بزرگداشت شب یلدا داشتن کی بوده؟ ما به چند هزار سال قبل برمیگرده مثلا؟ پاس داشته در واقع نیاکان ما کاملا با حرکت کیهانی آشنا بودن، این رویداد رو میشناختن. حالا پیشتر تقویم کشاورزی بوده و مسئله انقلاب زمستانی و رخداد انقلاب زمستانی رو میدونستن، اینکه در زمستان این رویداد شروع میشه، خورشید برمیگرده به شمال شرقی و روزها بلندتر میشه، شبها کوتاهتر و شش ماهه اول تابستون تا آخر اول در واقع زمستون خورشید کمی پایین تر از محل قبلیش در افق طلوع میکنه، به پایین ترین حد جنوبی خودش از شرق میرسه، از شروع زمستون به بعد مسیر عوض میشه و خلاصه همه این آگاهی ها رو در گاه شماری باستانی مردم ما میدونستن. یا کنانستش که شب سیوم آذر ماه هست تا سفیده صبح یکم دی ماه و در دوران در واقع باستان، یعنی در دوران پیش از این که ما دین، حتی پیش از این که صاحب دین و کتاب بشیم و کیشمند بودیم، یعنی کیش میترایی داشتیم و مهری بودیم، نیاکان ما این رو میدونستند و مهر رو میشناختند، خورشید رو میدونستند، گاه شماری خورشیدی رو، و با این رویداد طبیعی آشنا بودند. مؤلفه های طبیعت برای که در زندگی ایرانی بسیار مهم بوده، زندگی ایرانی بر اساس احوال گردش زمین بوده و همینطور رویدادهای کشاورزی و همینطور که گفتم قبل از ظهور ادیان آیین میترا بوده که بعدها میشود کیش مهر، که حالا مفصل بخوایم بیشتر هم میتونم راجبش توضیح بدم. بعد از حالا ظهور ادیان خب اتفاقات دیگری هم میفته، ولی همیشه بوده و تأثیرش در واقع کشورهای از آذربایجان میره به آسیای صغیر و ترکیه امروزی، به یونان، سرتاسر اروپا، امپراتوری روم. این آیین به خصوص حالا چجوری انتقال پیدا میکنه؟ توسط سربازان، دریانوردان که خیلی پیرو داشته کیش مهری بین اینا، و میرود به معابد مهرپرستی که در زیر زمین ساخته میشد و اغلب کنار رودخونه ها بود، محل رفت آمد کشتی ها. و حالا این خیلی مفصل هست که مهرپرستی در 400 میلادی در روم و متصرفاتش حتی تا شمال آفریقا رواج پیدا میکنه، ولی کنستانتی که مسیحیت رو میپذیره خب دستور و فرمان هلاکت مهرپرستان رو میده، اما با وجودی که مهرپرستان رو سرکوب میکنن، مسیحی ها کلیسه های خودشون روی معابد مهری خودشو و مهرابه ها می ساختن و جالب این هست که بسیاری از این یادگارهای مهری رو حفظ کردن. برای نمونه کلیسای سن پیتر در روم مقر پاپ کاتولیکا، در اونجا زیباترین و سالمترین تندیس های مهری رو هنوز هست، می تونیم ببینیم. چه جالب. بله خیلی این آگاهی کهن هست و اول ماه اول زمستان دی نامگذاری شده، یعنی دادار، یعنی که خداوند، که این هم برگرفته از آیین میترایی است. و بله آیین میترایی، حالا در ادامه پرسشتون، سال آیین میترایی سال نو با آغاز زمستان هنوز در بعضی اقوام دیده میشه، یعنی میمونش در تقویم محلی پامیر و بدخشان در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان هست، همینطور تقویم کهن ارمنی ها به نظر میرسه از اولین ماه سال نو با نام نواسار با واژه اوستایی نو سرزده، یعنی سال نو در پیونده. صحبتی هم هست که خب حتما در این زمینه میدونید که شنیدید که میگویند که علت تقارن شب یلدا و شب کریسمس و هنوکا، هر سه در ادیان مختلف و یا در فرهنگ های مختلف نوعی ظهور یا ظهور میترا یا مهر هست در همان زمان و یه نوعی این اسطوره ها با هم دیگه تداخل پیدا کرده که
بله بله اسطوره، بله این اسطوره همه با هم در ارتباط مثل حلقه های زنجیر، اینها همه به هم متصل هست. و من یه یادآوری بکنم برای که از خوردن و نوشیدن گفتم، ما امسال برنامه رو در UCLA خانم سرشار برگزار میکنیم، بله. و راجبش حرف میزنیم ولی خوردن و نوشیدن نداریم، ولی اونا اجازه نمیدن، اونا خیلی در این مورد دانشگاه UCLA سختگیری میکنن. خب پس دوستان انار و هندونه خودشون رو بخورن و بیان، یا بیان اونجا بعد که رفتن خونه بخورن، شب چره بخورن بعدش. البته ما به رسم هر ساله چند یه خود زودتر برگزار میکنیم برای که شب یلدا همه دوست دارن تو خونه هاشون باشن و انار و هندونه رو در خونه دور هم دور سفره خود. بله 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 درست. اصولا نوروز و در واقع نوروز و یلدا رو همه دوست دارن تو خونه هاشون باشن. درست. به همین دلیل هست که جشن ها رو زودتر برگزار میکنن. در هر حال برنامه فوق العاده ای و حضور شما به خصوص مهداد عربی نازنین و ارکستر حامد پورسایی، بعد با حضور آرش آوین خواننده بسیار جوان خوش صدا و همینطور کلوئه پورمرادی که اون هم یک اجرای زیبایی با ویولون و صدای خودش خواهد داشت، شب پرشوری خواهد بود روز 16 دسامبر ساعت 6:30 بعد از ظهر در UCLA شونبرگ هال. کسانی که علاقمند هستن که به این برنامه بیان میتونن در فیسبوک، در اینستاگرام و یا در سامانه فرهنگ فاندیشن اطلاعات بیشتر برای چگونگی گرفتن بلیت اینها، یا فکر میکنم حتی خود دانشگاه UCLA در فروش بلیت دستی داره. در هر حال این اطلاعاتی است که خدمت شما میدم و خودتونم میتونید دقیق‌ترش رو روی پورتال‌های مختلف ایرانی پیدا بکنید. به دیدار گردآفرید بیایم و همینطور شب بسیار خوبی رو در کنار هم برای برگزاری شب یلدا داشته باشیم. حالا از این که بگذریم، یه سوال از شما داشتم خانم گردآفرید گل. شما که در واقع پیشکسوت نقالی در ایران بودید زنان، و الان خودتون از دور از خارج از ایران شاهد شکفتن و حضور بسیاری از دختران جوان و زنان جوان در نقش نقال، در نقش حتی در یکی از پست های شما دیدم که یک بانوی مرشد رو شما خودتون گذاشته بودین صداش رو، و چقدر هم کار زیبایی بود. چقدر الان این که زنان در این صحنه هم دارن حضور درخشان پیدا میکنن شما رو خوشحال میکنه؟ خیلی، برای که هدف ما این بوده اشاعه در واقع شاهنامه، فرهنگ شاهنامه و کتاب ارجمند شاهنامه، و زمانی که در ایران بودم در تمام اون مدت من در ارتباط بودم با بچه ها، با نوجوان ها، جوان ها، و مرتب کلاس ها و کارگاه های آموزشی برقرار بود و خیلی از اینها الان به بالندگی رسیدن. خیلی از اینها برنامه های بسیاری که در ایران چه در خارج از کشور برگزار میکنن و فیلم هایی که ما در اینترنت منتشر کردیم الگوی خیلی از باز جوان ها شده، به خصوص دختر خانم ها در شهرستان ها، در روستاها، و فیلم هاشون رو برای من میفرستن. منم در برنامه هام گاهی برنامه هاشون رو پخش میکنم یا در فضای مجازی منتشر میکنم، و بسیار از اینها خیلی خوب کار میکنن، خیلی وفادارن به اون سبک و اون کلام و به همون شیوه، و خیلی جالبه به خصوص بچه ها وقتی کار میکنن خیلی جذابه و خیلی امید دهنده از اینکه آیین‌های ملی ما، آیین‌های کهن ما و کتاب ما، کتاب ملی ما رو جوان‌ها اینقدر دارن استقبال میکنن و به این شیوه نمایشی، یعنی نقالی و شاهنامه خوانی، دارن اون رو اجرا میکنن. خب همه اینا واقعا همه محله ها نه میگم همه اینا بر پایه اون گام اولیه که شما گردآفرید گذاشتید و وارد این صحنه شدید با شهامت تمام، جایی که یک صحنه مردانه بود، و اکنون نتیجه کار خودتون رو بعد از این سالها میبینید. این بانویی که در سایت در سامانه خودتون گذاشته بودین، پست کرده بودین، اسمشون چی؟ این خانم مرشد، میخوام یه تیک از صداشون رو بذارید. بله، حالت مرشد خانی، می حالت سردم خانی زورخانه میکنن با نام خانم مریم آخوندی، در شهر کلن آلمان هستن که
کارهای مختلفی رو اجرا کردن با توانمندی بالای صدا که دارن و آگاهی هایی که دارن در این زمینه و قطعاتی رو اجرا کردن سردمخانی زورخانه بسیار با صلابت. حالا امیدوار هستم یکیشو گوش میدیم. بله بله بله، سپاسگزارم از شما گردا فرید عزیز. به امید دیدارتون 16 دسامبر در ساعت 6:30 در شوانبرگ هال دانشگاه UCLA شب یلدا در خدمت عزیزان بعد. هستیم. بله خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. با هم گوش میدیم به صدای مرشد. امیدوارم که شما هم به اندازه من لذت برده باشید از این صدا و از این مرشد. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان وفادار که همیشه با ما هستید. از فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه سپاسگزارم و مهمانان نازنین برنامه دکتر عباس میلانی، فریبرز داوودیان، پژمان نوزاد، دکتر ماندانا زندیان و مهمانشان دکتر احمد کریمی حکاک و گردا فرید. همگی رو به آخر هفته شاد و خرم میسپارم. یادتون باشه که در سال 2018 از ژانویه 2018 برنامه ما تغییراتی خواهد کرد و یک سری برنامه تازه خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. در موردش هرچه پیش میریم با شما توضیحاتش رو خواهم داد و آگاهتون میکنم که چه برنامه و چه پروژه‌ای در دست داریم. مراقب خودتون باشید تا هفته آینده. نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583. تصادف کرده اید؟ احتیاج دارید در همین لحظه با وکیل تصادفات به صورت مستقیم صحبت کنید؟ تلفن شما به صورت زنده و در لحظه توسط شان گذرخواه وکیل تصادفات و ربکا رسیبی با سالیانی تجربه در امر تصادفات در صحنه تصادف و هر لحظه که به یک متخصص احتیاج دارید پاسخ گفته خواهد شد. 818-9-88-77-77 818-618-0508. در دفاتر شان گذرخواه وکیل تصادفات و صدمات بدنی به همراه ربکا رسیبی هیچ تلفنی بی جواب نخواهد ماند. 818-9-88-77-77 818-618-0508. شان گذرخواه وکیل تصادفات thelawmangroup.com عضو 08.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین و یا وبسایت meshkinmedical.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website at meshkinmedical.com. آغاز سال نو 2018 را در رستوران خانوادگی صدف با سالن‌های جدید ریمودل شده جشن بگیرید. شبی پر از نشاط و رقص و پایکوبی با دی جی پیمان و رقص زیبای برزیلی همراه با 4 کورس شام و شمپین تحویل سال برای هر نفر $88 به علاوه تکس و تپ. به علت محدود بودن جا هر چه زودتر اقدام فرمایید. رستوران صدف در آدرس 16240 لنترو بولوار شهر انسینو. تلفن 818-981-8100. هپی نیو ایر. For the funniest, stupidest holiday gifts, laugh out loud at stupid.com. Oh, did we say stupid.com has stupidly low prices? Shop stupid at stupid.com.